مردم چیکار میکنه. همه این مردم دارا و ندار قبله آمالشون قلبه. یعنی چی؟ یعنی فکر میکنن زندگی ایدال اونجاست. تنها چیزی که فکر نمی کنن و باور ندارن اینه که اون قلب آیا میشه در سرزمین خودمون بسازیم. اون روابط، اون رفاه، اون تسهیلات، اون ثروت، اون آزادی، اون دموکراسی، اون عدالت، خیلی هاشون باور ندارن. وظیفه اپوزیسیون اینه که تصویر روشنی به اونها بده که چگونه میتوان اون چرا که اونها در طلبش هستند و میخواهند هرچه دارند و ندارند بفروشند، یا اونایی که هیچی ندارند دل به دریا بزنند و اقیانوس ها را بنوردند و به این کعبه آمال برسند، در همین کشور خودمون قابل ساخت است. این رویای مردمه. یعنی مردم رویاشون رو دارن، میدونن که زندگی که در قدر ساخته شده، دموکراسی که در قدر ساخته شده بسیار خوبه. دلیلش هم بر من خیلی ساده است. مرزا رو بردارید ببینید آیا یک نفر از آمریکا یا از اروپا کوچ میکنه به ایران، ولی خیلی مهاجرین رو از ایران خواهید دید که اگر ویزاها رو بردارن آرزوشون نه اینجا برن. چه چیزی ما کم داریم؟ ما خود باوری کم داریم. ما این رو کم داریم که به نیروی خودمون متکی بشیم، آینده رو درخشان ببینیم، امید ایجاد کنیم، امید رو واقعی کنیم و بباورانیم که در همین کشوری که از زمان حداقل فردوسی لفظ ایران بارها به زبان حتی سلاطین ترک و قضی که در ایران فرمان راندند آمده، این ایران ماندنی است و این ایران رو میشه چنان ساخت که برای همه یک سرزمین ایدئالی باشه. این چیزی که اپوزیسیون ما در اون قصور داشته، خودش تردید داشته و اگر این تردید رو به یقین در حقیقت مبدل کنه موفق خواهد شد. اپوزیسیون دو تا کار باید بکنه. آقای شهری ببخشید جمله رو تمام کنم. یکی باید لباس قدرت بتن کنه، از جنس الترناتیو جایگزین بشه، با هم کار کنه، و دوم اینکه امید بده و امید بده و امید بده و این امیدها رو واقعی و برنامه‌ای به مردم نشون بده. بله. اگر ما بحث کنید جوابتون میدونم شما میخواید که بحث رو کامل باز بکنید، ولی اگر حالت گفتگو باشه فکر میکنم یک مقداری سریعتر ریتم تونتری پیدا کنید صحبتمون. من قبل از اینکه برگردیم به اون بحث تکینگی که شما میخواید توضیح بدید، سوال من اینه ببینید مگه اپوزیسیون قراره مثل یک روانکاو کار بکنه، مثلا بشینیم ما با مردم حرف بزنیم، حرف درمانی بکنیم، بهشون امید بدیم؟ این امید زمانی میتونه توی جامعه شکل بگیره که ما به ازای مادی و عینی داشته باشه، یعنی تشکل باشه، شبکه باشه، میدونید، و کار عملی و عینی بکنه، در مثلا در تحت فشار قرار دادن حاکمیت، به عقب راندن حاکمیت، این کارها رو میتونه بکنه. اونها اون وقت بله میتونه امید ایجاد بکنه، ولی اگر این اتفاقات نیفته چگونه میشه این امیدی رو که ازش صحبت میکنید به جامعه تزریق کرد، به یک جامعه اینچنین ناامید و مستعصد؟ ببینید شما خیلی مایلید که سوالات بلندتون رو من کوتاه پاسخ بدم، ولی این کار ممکن نیست. من مجبورم که شرط بدم تا دچار سوء تفاهم نشم. خواهش میکنم. بله ببینید، حکومت ایران از یک حکومت توتالیتر در سال 90 مثل همه حکومت‌های دیگر که از 90 به بعد خیلی هاشون به وجود اومدن، خودش رو تبدیل کرد به یک حکومت اقتدارگرای نوین یا انتخاباتی. یعنی انتخابات بزرگی شد برای اینکه این ایجاد شبهه رو هم در مردم خودمون بکنه و هم در جهانیان بکنه که ما درسته که الان دیکتاتوریم، ولی حرکت ما به سمت دموکراسی است و انتخابات دلیل اونه. اگر اینطوری حکمرانی میکنیم، همونطور که ظریف گفت، مردم خودشون انتخاب کردن. این خدعه‌ای بود که این نظام مثل همه نظام‌های اقتدارگرای انتخاباتی می‌زد. حالا دوره‌ای شده که همه این نظام‌ها کفگیرشون به ته دیگ خورده و مثل جمهوری اسلامی اوریان می‌شد. به ونزوئلا نگاه کن، به پوتین روسیه نگاه کن، به بلاروس نگاه کن، به ایران نگاه کن. همه کشورهایی که در دوره‌ای انتخابات تزیینشون بود تبدیل شدن به چهره وحشتناک اوریان یک دیکتاتور مستبد که
مخالفین خودشون رو از خارج می رو باین یا مسموم می کنن، در زندان می کشن و حکومت می کنن. در چنین شرایطی در هیچ کدوم از این کشورها اپوزیسیونی به اقتدار اپوزیسیون ایرانی به جرأت میگم به وجود نیومده. چرا اپوزیسیون ما دچار مشکله و چرا نسبت به بقیه باید خودزنی نکنیم و خیلی باعث امیدواریه؟ دچار مشکله به خاطر اینکه ما دیگه یک جامعه قبیله‌ای نیستیم. سابق مثلا فرض کنید که از عشایر قشقایی، مثلا خسروخان قشقایی می اومد، از سنجابی ها یک نفر می اومد، از بختیاری ها یک نفر می اومد، در جبهه ملی شخصیت فرهیخته‌ای مثل مصدق پیدا می شد و هم‌آورد حکومت شاه می شد. ما این حالت قبیله ای رو در ایران از بین رفته، ما یک حالت پلورالیستی پیدا کردیم بدون اینکه دموکرات باشه. این احزاب خیلی خوبه که یکی نیستن، باید یاد بگیرن چگونه در عین تکثر وحدت و در عین وحدت تکثر دارن، چگونه میتونن در پروژه های مختلف با هم کار کنن و الان میکنن. ما پروژه های مختلفی داریم که از سلطنت طلب تا جمهوری خواه تا افراد اتنیک در شرکت دارن و بنابراین اصلا اینطور نیست که این اپوزیسیون کار نمیکنه. منتها در یک نظام از سر تا پا مسلح و امنیتی که مخالفین خودش رو از قلب اروپا میرواید، میاره تو ایران محاکمه میکنه، میکشه و دنیا هیچ همکاری نمیکنه. شما همین قضیه مرحوم زن رو با اتفاقی که در بلاروس افتاد ببینید و مقایسه کنید. مقایسه کنید که چه بیمهری نسبت به زن در سطح جهانی شد. حتی فرانسه ای که مسئول جان او بود، عراقی که او رو تحویل داده بود، هیچ عکس العملی نشون ندادن و چه عکس العملی نسبت به بلاروس. خب اینا محدودیت های اپوزیسیون. در این حال ما توانستیم این تربیت دموکراتیک رو به خودمون بدیم که از سلطنت طلب، مشروطه خواه، جمهوری خواه، جمهوری خواه چپ، احزاب کمونیست و احزاب اتنیک با هم بنشینیم، گفتگو کنیم، بحث کنیم و عاقلانه بتوانیم به نقطه نظرهای هم دیگر واقف بشیم، بدون اینکه قانع بشیم، بدون اینکه وحدت باسمه‌ای درست کنیم و همه با هم یک همه با هم مصنوعی ایجاد کنیم. شما خواهید دید به مجردی که این اسطوره قدرت سرکوبگر یعنی سپاه و نیروهای امنیتی درشون ترک وارد بشه، چگونه این اپوزیسیونی که حرکتی در داخل ایران نداره ولی نمایندگانش از داخل ایران هستن. ببینید نوریداد با چه جرأتی در زندانه، خانم ستوده با چه جرأتی اونجا ایستاده است، چقدر از زندانیان ناماوری ما داریم که با ما از درون زندان صحبت میکنن. این در کجای دنیا مرسومه؟ در درون زندان نامه می نویسن و نسبت به سلول انفرادی اعتراض میکنن. ما ملتی داریم که اکنون اسنادی به دست اومده که شاید حدود 4000 نفر در خیزش عمومی مردم در آبان قبل از بین رفتن، کشته شدن. کجای دنیایی چنین قتل عامی شده و مردم بازم حاضرن هزینه بدن؟ من فکر میکنم یک مقداری این تردیدهای روشن فکرانه رو با واقعیات روی زمین عوض کنیم. واقعا هم ملت ما هزینه بسیاری داده، هم اپوزیسیون ما از یک طرف به همه تکنولوژی مدرن کاملا مسلط، با هم میتونه صحبت کنه، پایگاه اجتماعیشو در ایران بالقوه داره. من یادآوری میکنم که در دوره شاه هیچ اپوزیسیونی در داخل کشور به استثنای دو سازمان چریکی نمونده بود که اونا هم گرفتار شده بودن، زندان بودن. به مجردی که شاه سقوط کرد، بزرگترین رشد رو حزب توده، جبهه ملی، سازمان چریکهای فدایی و مجاهدین در عرض مدت بسیار کوتاهی کردن. ما هم حزب جمهوری خلق مسلمان رو به مجردی که اعلام کردیم بیش از 4.5 میلیون عضو داشت. خب به مجردی که تعادل قدرت به هم بخوره همه این کارها دوباره خواهد شد. ما تجربه انقلاب رو داریم، ما میدونیم از چی صحبت میکنیم.
یک بار این داستان رو ما ورق زدیم و میدانیم که جای ناامیدی نیست. به مجردی که این تعادل و قدرت به هم بخوره، امیدها زنده میشه و این امیدها ایران رو نگه خواهد داشت. ما جمعیتی هستیم که اعراب که آمدن ناامیدی نگذاشت که ایران تجزیه بشه، مغولها که اومدن نشد، 700 سال ترکانی که از اون طرف مرزها آمده بودن ایرانی شدن و بر ما حکم راندن و جزئی از ملت ما شدن و این ملت از هم نپاشید. اونها بودن که خودشون رو کیخسرو و وابسته به سلسله ساسانیان قلمداد میکردن. چیزی در این ملت هست که به هم پیوندشون میده. من مطمئنم که هیچ کس در درون این ملت در صدد جدایی از این زندگانی اجتماعی نیست. اونهایی هم که این ادعا رو میکنن دچار یک عکس العمل هست و من اونها رو میفهمم و به این عکس العملتون حق میدم، برای اینکه در شرایط بی نهایت عصبانی هستند. ولی تجربه نشان داده است که در سطح مشروطه همه اینها سر اسبشون رو خم کرد، کچ کردن و آمدن تهران رو فتح کردن. هیچ کدوم رو به استانبول و رو به باکو و رو به روسیه و جاهای دیگه نتاختن. ما این تجربه رو مجدد خواهیم داشت. خیلی متشکرم آقای شریعت مداری. حدود 5 دقیقه فرصت داریم که بعد من از دوستان دعوت کنم که تشریف بیارن روی استیج و اونها هم صحبتشون رو مطرح بکنن. من برای دوستانی که تازه اومدن مجددا توضیح میدم، روال این اتاق به این شکل هست که نیم ساعت اول سوال و جوابی با آقای شریعت مداری میشه، بعد استیج باز میشه و دوستانی که مایل هستن سوالی مطرح کنن یا دیدگاهی دارن در همین رابطه، در رابطه با بحث فروپاشی اجتماعی یا فروپاشی حکومت و ارتباط این دو با هم، دیدگاه خودشون رو مطرح کنم. فقط یادآوری میکنم که این برنامه این اتاق ضبط میشه، این مباحث، و در پلتفرم های دیگه هم الان به طور مستقیم داره پخش میشه. دوستانی که تشریف میارن روی استیج لطفاً این نکته رو مد نظر داشته باشن. آقای مهندس، برای این که بحث رو فعلا در اینجا صحبت شما رو به پایان ببریم، اگر لطف کنید همون مفهوم تکینگی رو که قرار بود توضیح بدید و من سوالات دیگری پرسیدم به اون مفهوم هم برگردیم و بعد بحث رو ادامه بدیم. بله، ببینید این نظام های اقتداری های نوین یک چهره سکولاتی و جذاب از خودشون می ساختن برای اینکه هم مردم خودشون رو گول بزنن و هم دیگران رو. مبارزه با چنین نظام های بی نهایت مشکل بود، برای اینکه دوزیستی بودن و می توانستن به کسانی که میخواستن با اینا معامله کنند یا کسانی که فرصت طلبانه در داخل میخواستن با اینا باشن، این بهانه رو بدن که فرصت بدی، دموکراسی یک مسیر طولانی است و اینها دموکرات خواهند شد، در انتخاباتشون شرکت کنید. نقطه تکینگی نقطه تک ساحتی، تک چهرگیه، بیرون و درون اینها یکی میشه. اینا این خندق رو یا این بچه شکلاتی رو از دست میدن برای اینکه میخوان کمربند رو محکم ببندن و تبدیل به یک عنصر صلب شکننده میشن. این عنصر صلب شکننده که مورد نفرت داخلی و مورد اشکال دموکراسی های بزرگ جهان قرار میگیره، وقتی در رأسش یک قاتلی باشه که از پشت میز تحریر خودش به عنوان قاضی یا دادستان عده زیادی از مردم رو کشته، خب به شدت آسیب پذیره. این نقطه، این فروپاشی به نقطه سقوط یا اضمحلال و اون چه که فرنگی ها ترشولد یا نقطه تکینگی اضمحلال میگن میرسه و از اونجا به بعد شیب به شیب قائمه و عمودی سقوط نزدیک میشه. ما در چنین وضعیتی هستیم. این نظام از حالت فروپاشی به حالت سقوط کامل داره میرسه. اگر همین هایی که امروز میبینید محرومشون کردن از انتخابات، کافیست خامنه ای سرش رو به زمین بگذاره، چهره واقعی اینها نمودار خواهد شد که چه کسی با خامنه ای، چه کسی با پسر خامنه ای و چه کسی سوداهای دیگری در سر دارد، چه کسی به ملت خواهد پیوست و چه کسی با غرب و یا شرق معامله خواهد کرد. این چهره های واقعی بعد از فوت خامنه ای معلوم میشه و فوت او مقدره و بنابراین ما در آستانه تحولات بسیار بزرگی قرار داریم. ما به نقطه تکینگی بسیار نزدیکیم
چهره این نظام عریان شده و این چهره عریان بیشتر مورد نفرت و تنفر آحاد مردم دنیا و مردم ایران خواهد. خیلی خیلی متشکرم. زمانی که شما در واقع صحبت میکردید من سعی کردم تعدادی از دوستان رو دعوت کنم به روی استیج، بعدی هم به تدریج دعوت خواهم کرد. ما هدفمون این هست که برنامه رو در 2 ساعت به پایان ببریم. به همین خاطر خیلی ممنون میشم اگر دوستان عزیزی که تشریف میارن روی استیج حتی المقدور لطف فرمان و دیدگاه سوالشون رو خلاصه مطرح کنن. آقای مهران براتی عزیز خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم. بله خیلی ممنون از دعوت من. اگه جای بدید دوستان دیگه صحبت کنن، من بعد از 2-3 نفر دیگه وارد صحبت بشم. خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم. خانم شادی امین سلام بر شما، خوش آمدید. بحث اتاق رو به بحث فروپاشی اجتماعی و فروپاشی حکومت و ارتباط این دو با هم هست. آقایشون خیلی دیدگاهاشون رو مطرح کردن، اگر شما دیدگاهی دارید یا سوالی بفرمایید. بله ممنون از شما، خیلی ممنونم ازتون. و خب من مثل هر به قول شما کسی که عطوفت داره به سیاست، بحثای شما رو دنبال میکنم سال هاست و فکر میکنم که یکی از تحلیلگرانی هستیم که واقعا دغدغه تحولات سیاسی رو دارید و تعطیل نکردید تو این زمینه. من سوالم بیشتر تو رابطه با رویکرد حقوقی هستش که شما ارائه میدین یا حقوقدانان شما ارائه میدن، و به نظر من در تمام این 1.5 سال گذشته بیشتر توهم پراکنی بوده. مثلا از سوی حقوقدان شما اعلام شد که لیلا واثقی رو براش دادخواست و تنظیم کردن برای دستگیریش و قول این داده شد که به مردم که این کار صورت بگیره و از اون موقع تا حالا میبینیم که هیچ اتفاقی نیفتاده. آیا فکر میکنی چنین روش های کمکی اساسا به پیشبرد در واقع هدف دادخواهی و یا مسئول کردن و پاسخ کردن کسانی که در جنایت نقش داشتن میکنه؟ چون بسیاری از راهکارهای دیگه هم که از سوی شورای مدیریت گذار و از سوی مجموعه شما به عنوان راهکارهای حقوقی ارائه شده عملا و بسیار بسیاری از صحبتهایی که من با دوستانی که حقوقدان هستن در عرصه بین‌المللی کار میکنن صحبت کردیم، هیچ کدوم اینها نه دادگاه لاهه میتونه علیه لیلا واسره کیفرخواستی صادر کنه که داره از طرف مجموعه شما تبلیغ میشه، و نه اینکه این امیدی که به لحاظ حقوق بین الملل در اتاق تحقق بخشی از امور دادخواهی عنوان میشه اساسا پایه دقیق حقوقی داره، بالعکس با توهم خیلی زیادی آغشته است. من جمله نکته آخری که از سوی حقوقدان شما مطرح شده که مطرح میکنه که ما قوانین جنگی رو از در دادگاه بین الملل میخوایم علیه جمهوری اسلامی استفاده کنیم. آیا فکر میکنید زمینه دادن به چنین بحث‌های غلط حقوقی که امید واهی ایجاد میکنه بدون این که توضیحات دقیق حقوق داشته باشه کار درستیه؟ و آیا این بی‌اعتمادی به شورای گذار رو دامن نمیزنه که در عرصه سیاست روی در واقع شور و اشتیاق مردم برای دادخواهی داره سوال میشه؟ آقای مهندس من قبلش اگه اجازه بدید توضیح بدم. خانم شادی امین من واقعا نمیخواستم صحبت شما رو قطع کنم، میدونید که، ولی واقعا من اینجا توضیح دادم که این اتاق اتاق شورای مدیریت گذار نیست. این یک. دو این که موضوع بحث ما هم این نبود. شما یعنی خیلی به واقعا سوالتون خیلی معذرت میخوام جمع شدم. اگر خارج از تم واقعا من فکر کردم که من بگم که اصلا قصد نشتم خارج از تم شما باشه. الان آقای شهید مدیری هم میتونن پاسخ ندن و عذر میخوام، کاش بهم زودتر هم میگفتین. من فکرم آقای شهید مدیری به عنوان یکی از مسئولین شورای مدیریت گذار رو میتونم مورد خطاب قرار بدم. هیچ مسئله نیست، جای دیگه احتمالا فرصتی پیش میاد همین سوالا رو طرح بکنیم. البته من آقای شهید مدیری اگه مایل بودن، با اینکه میگم با موضوع اتاق ما خیلی مرتبط نیست این سوال، ولی اگه مایل هستن با کمال میل ما میشنم پاسخشون. بله خب اجازه بفرمایید من استثنان خانم شادی امین رو به مناسبت احترام فوق‌العاده‌ای که
برشون دارم جواب بدم. بقیه رو سعی میکنیم در چارچوب بمونیم. این که مسئله خیلی زیاده. اولا حقوقدان شورا مدت هاست که ما توصیه کردیم و خودشون هم پذیرفتن از شورا خارج شدن و دادستانی گذار رو خودشون تأسیس کردن. دلیلش هم این بود که نه به علت این که ما با روش ایشون مخالف بودیم یا اونطور که شما میگید توهم پراکنی میکردن. حقوقدانان هم مانند اپوزیسیون به دو گروه تقسیم میشن، یا افشاگرن یا مطالبه گرن و یا دارن عدالت دوران گذار رو یک فرض مسلم میدونن و عدالت دوران گذار رو برمیشمارن. بسیاری از چیزهایی که امروز در دادگاه های بین المللی به عنوان رویه تثبیت شده یک دهه قبل وجود نداشت. کشورهای مانند ایران سقوط کردن، جنایتکارانشون رو خواستن جلب بکنن، برای این کار قوانین رو تطبیق دادن و تطبیق قوانین باعث شده که رویه های بسیار نوعی به وجود بیاد. اگر آقای دکتر موسوی چیزایی از این قبیل میگه، همش هم اینطور نیست که توهمه. بسیاری از اینها آرزوهایی است که به تدریج برآورده شده. من به شما توصیه میکنم ایشون در اتاق جوانان ما بودن دیروز، چرا مستقیم با خود ایشون بحث حقوقی نمیکنید؟ من آدم صالحی برای منظور نیستم، ولی انقدر ما میدونستیم که شورا صلاحیت حقوقی بر چنین کاری نداره و لطمه به کار ایشون خواهد داد و کار ایشون هم ممکنه لطمه به ما بزنه. ما این دوتا رو تفکیک کردیم، ایشون عضو شورا نیستن و حقوقدان شورا هم نیستن، هرچند روابط بسیار خوبی باشون دارن. امیدوارم که بسیار ممنونم. بازم عذرخواهی میکنم اگه سوال من چون اطلاع نداشتم از این مسئله. جمشید جان بازم عذرخواهی میکنم. سوء تفاهمی پیش نیاد که نه این که من گفتم آداب بحث شما خودتونم من فکر میکنم گفتم تاکید میکنم شما میدونین که من آداب بحث رو میدونم جمشید. نه من مطمئن بودم که با آقای از آقای شریعت نداری میشه این سوال رو کرد و خیلی عذر می‌خوام. ممنونم از پاسخی که دادین، برای من بسیار روشنگر بود، لطف کردین واقعا. من میرم پایین و گوش میدم. آقای حسام دستوش عزیز، شما در جلسه قبل هم سوالی رو مطرح کردید که پاسخش مقبول شد به این جلسه و فکر می‌کنم به بحث امروز ما هم به نوعی کاملا مربوط هست. من خیلی ممنونم بازیگر عزیز، ممنون که به وقت دادین. حقیقتش احساس نکردم که در این سخنان آقای شریعت مداری جوابی بود مسئله وجود داشته باشه یا اساسا ربطی بود داشته باشه، اما در رابطه با تاپیکی که میخواستین مسئله مطرح کردیم من علاقه داشتم که بیام سوالی رو مطرح کنم. بنده فکر میکنم که ما در منطقه سقوط رژیم ها رو داشتیم، مثل اون چیزی که در عراق اتفاق افتاده، مثل اون چیزی که در افغانستان اتفاق افتاده و نمونه سوریه در حال حاضر به شکلی که دولت شکست خورده است. اما فروپاشی تا الان ما سابقه نداشت. اگه فروپاشی به معنای دیسنتیبریشن یا همون به اصطلاح تقسیم کشور باشه، ما همچین حالتی نداشتیم و در واقع این مسئله که مطرح میکنن در رابطه با فروپاشی نه آقای شریعت مداری، چیزایی که مخالف این یا این مسئله تبلیغ میکنن، حتی اگر بنده فکر میکنم حتی اگر امکانی هم در این زمینه وجود داشته باشه، در حال حاضر سیاست بین الملل یا اساسا معادلات بین الملل اجازه رو نخواهد داد. اما مسئله‌ای که میخوام از آقای شریعت مداری بپرسم اینه که خب ما مسئله سوریه رو داریم به عنوان یک نمونه. اون چه که باعث شد که سوریه به این وضعیت دچار بشه منافع کشورهایی بود که هر یک از اونها تلاش میکردن که سهمی در آینده سوریه داشته باشن. من میخوام بدونم که ایشون به عنوان کسی که در قالب شورای مدیریت گذار کار میکنن و دارن روی پروژه مشخصی کار میکنن، آیا این امکان رو برای خودشون فراهم کردن که بتونن با کشورهایی که منافع در ایران دارن بتونن این فهم رو ایجاد کنن یا اساسا این زمینه رو وجود بیارن که آینده‌ای که میتونه احتمالاً در ایران مطرح باشه برخلاف منافع اونها نیست؟ چون که در نهایت این بازیگران نشون دادن که میتونن هر بازی به هر زمین بازی رو به اصطلاح به هم بزنن. این سوال بنده است، امیدوارم که آقای شریعت مداری جواب بدن. اما در رابطه با سوالی که حالا شما اشاره کردید، سوالی که
هفته قبل پرسیدم. ببینید آقای شهید مداری، بنده معتقدم کسایی که به عنوان لیدر سیاسی، یک شخصیت سیاسی وارد بازی میشن، همیشه با سوالات خیلی جدی رو جواب بدن، سوالاتی که نشون میده که این افراد متفاوت از افراد دیگه هستن و برای اون جواب مشخصی دارن. فکر نمی کنم بندم در جایگاهی باشم که به دنبال پروویکیشن یا به صلاح نمیدونم فارسی چی میشه، به دنبال این مسئله باشم. به همین دلیل سوالهایی که جدی مطرح میشه، خب من میدونم چندین سوال جدی در جامعه کردستان وجود داره، این سوالات اگه پاسخ داده نشه، این شک و گمان رو وجود میاره که این افرادی که میخوان دنبال تغییر هستن اساسا دورنمای مشخصی در ذهن خودشون ندارن تا اونو به ما به سا منتقل کنن. در هر صورت سوال من در رابطه با منافع اون کشور هاست و اگه امکان تغییری که در ایران وجود بیاد. بازم ممنون. خیلی ممنون آقای دستپیش. آقای شهید مداری در خدمت. بله، عرض به خدمتتون فروپاشی اگر معادلی داشته باشه ایمپلوژن یا انفجار از درون، مثل بلوک شرق گذشته. کسی به روسیه لشکر نکشید به شوروی، کسی شوروی رو وادار نکرد که متحدین خودش رو رها بکنه. این وضعیت داخلی اونها بود که یکو آگاه شدن که فرسنگ ها از ترد دورن، دیدن که یک تانک چیفتنه که یک سوم تانک روسی وزن داره میتونه 2.5 برابر سرعت داشته باشه، دیدن که با بمب اتمی میشه جلوی جنگ رو گرفت، ولی اینکه اونها ارتشی آماده داشته باشن تکنولوژیش رو ندارن، دیدن که اقتصاد مولد ندارن، دیدن که 400 میلیارد دلاری که قرض دارن بانک جهانی شرطشو گذاشته که انتخابات آزاد و دموکراسی باشه تا ما تمدید کنیم و اونا نداشتن. این مسیریست که ایران در اون من تعریفشو ارائه دادم و نمونهش اتفاقا خیلی زنده است و پیش چشم ما بوده، بنابراین این نمونه کافی داره. این که کشورهای سوریه رو سوریه کردن، نخیر، این کشورها در اصل ایران بود. ایران یک تظاهرات بسیار آرامی رو که مردم سوریه انجام داده بودند تا برخی اصلاحات رو به نظام موجود تحمیل کنند، تبدیلش کرد به یک جنگ داخلی و این جنگ داخلی رو چون اپوزیسیونی در اونجا نتونسته بود شکل بگیره و حالت قبیله‌ای داشت، هر کدوم از این قبایل به یکی از کشورهای دوروبر پناه بردن و به جان هم افتادن. ما اپوزیسیونمون در چنین وضعیتی نیست، ما کاملا با هم یک جریان هایی داریم که کارهای پروژه‌ای بسیار معینی رو میکنن. کردستان شما اکسال عمل مردم رو در لحظه فکر میکنید. آیا فکر کردید که یک کردستانی که در 5 کشور مهم دنیا پخشه و در 4 تا از اونها بسیار پخشه، چگونه میتواند این آرزویی رو که به فرض اینکه وجود داشته باشه در یک جای کوچکی مثل عراق نتوانست محقق بکنه، چگونه در جای بزرگی مثل ایران میتونه محقق بکنه؟ اینها همه سیاست نیست، اینها آرزوهایی که بر مبنای احساساته. ما بارها به احزاب کرد گفتیم که بشینید اون چرا که از ملت ایران میخواهید مرقوم کنید، بنویسید که در قانون اساسی چه باید نوشته بشه که رضایت شما جلب بشه. هنوز توافق داخلی ندارن، اختلافاتون با خودشونه. من با همه این عزیزان تماس دارم، آقای مقتدی در درون ماست، خانم بهمنی در درون ما، خانم شرفگندهی در درون ما، از بلوچ، از قوم بلوچ عده زیادی در درون ما هستن، ما باشون ارتباط دائم داریم. نماینده ما در احزاب دهگانه اونها میره و سخنرانی میکنه و صحبت میکنه. اصلا اینطور نیست که این احزاب خودشون فکر میکنن که فردای تغییر
مصادف است با فردای جدایی از ایران. همه اینا فکر میکنن که در ایران دموکراتیک آینده چگونه باید امتیازات کافی بگیرن. برنامه هاتون رو شما ببینید، هم اکنون برنامه حزب دموکرات کردستان ایران برای ما فرستاده شده، همش صحبت از اینه که تکلیف کردهای خراسان چه میشه. صحبتتون این نیست که ما با کردهای خراسان میخواییم از شما جدا بشیم. صحبت از قانون اساسی میکنه که در اون همزیستی بکنید. من فکر نمیکنم سوالی که شما میکنید واقعا پایه کاملا ملموس سیاسی داشته باشه. من عکس‌العمل ها رو میفهمم، احساسات جوان ها رو هم میفهمم، اما سیاست بسیار از چنین احساساتی دوره و سیاست بر مبنای سخت حقایقی که بر روی زمینه استواره. شما بهتر از من میدونید که بودن در ایران آینده بسیار بهتری برای مردم کرد خواهد داشت. کدام کرد عراقی است که کرد ایرانی رو شریک نفت خودش بشمارد و نفتی رو که در اختیار داره بخواد به رایگان در سفره اونا بگذاره؟ ما قرنها با هم زندگی کردیم و شریک مال هم دیگه هستیم. دیگران چرا شما شریک مال خودتون بکنن؟ اینا سوالات جدیه که من از شما دارم. شما اگر این سوالات رو جواب بدید اون وقت من ادامه خواهم داد. بسیار خوب. من این وابسته دو طرفه بشه اگه آقای درمان اگر حتما چون آقای شرعی مدلی شما رو مورد سوال قرار دادن حتما خدمت شما میرسیم، ولی من میخواستم از خانم گلاره شرافکندی که در اینجا هستن ایشون هم نظر بدن و به همین در مورد همین بحثی که مطرح شد، سوالی که شما نکاتی رو که مطرح کردید و دیدگاه آقای شرعی مدلی. خانم شرافکندی در خدمتون هست. سلام دارم خدمت شما آقای برزگر، آقای شریعت مداری و همه دوستان حاضر در جلسه. ممنونم از بابت فرصتی که در اختیار من قرار دادید. به طور کلی وقتی در مورد سوریه‌ای شدن صحبت میکنی، یه سری فاکتورهای ویژگی‌هایی وجود داره که ایران را از سوریه جدا میکنه. ببینید، موردی که به نظر من اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو تا حدود زیادی فلج کرده دقیقا این شعاری است که به نظر من توسط خود جمهوری اسلامی بیشتر داده میشه و این ترس به گونه ای ما رو زمینگیر کرده. ببینید، اون چیزی که باعث میشه سوریه باشه در حقیقت دخالت های جمهوری اسلامی در تمام کشورهای منطقه و به ویژه در عراق، سوریه و لبنان هست. اگر جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه، در اون صورت یک قسمت عمده ای از مشکل، نه اینکه همه مشکل، ولی یک قسمت عمده ای از مشکل وجود نخواهد داشت و در نتیجه کلن اون سناریو هم حتی دستخوش تغییر خواهد شد. در مورد ایران که شما سوال میکنید، من سوالم از خود آقای شریعت مداری اینه که چه ویژگی های ایران رو از سوریه جدا میکنه. اما اگه قرار باشه نظر خودم رو بدم در مورد همزیستی اتنیک های ساکن ایران، ببینید، اینی که ما توی یک سیستمی زندگی میکنیم که توی این سیستم همیشه سعی شده که یک قالب، بر اساس یک قالب هویت ما تعریف بشه و امروز هم در جمهوری اسلامی قرار ما امت اسلامی باشیم. قرار نیست ما خودمون باشیم یا اجازه داشته باشیم که با هم در این تفاوت هامون در حقیقت در کنار هم دیگه بتونیم زندگی بکنیم. دقیقا این داستان رو بعضی از دوستان به این شیوه تفسیر میکنن یا تبلیغ میکنن که در حقیقت ایرانی بودن ما به این معناست که ما حق نداریم در تعریف هویت خودمون هیچ فاکتور دیگری رو هم دخیل بدانیم یا به همان اندازه و یا حتی در بعضی موارد مهمتر از اون هم بدونیم. بحث هویتی یا بحث همزیستی دلخواهانه همه ما در اون جغرافیا در حقیقت از راه
احترام به تفاوت‌های فکری و تفاوت‌های سیاسی ما از اون راه می‌گذره. ببینید به صرف اینی که ما امتناع بورزیم از قبول این حق، ما نمیتونیم اون آدم ها رو مجبور بکنیم به یک زندگی موفق در کنار هم دیگه. ببینید شورای گذار محلیه، همونجوری که آقای شریعت مداری اشاره کردن، یک حزب نیست، بلکه پلتفرمیه که توی این پلتفرم آدم ها و فعالین صرف نظر از تفاوت های فکری سیاسیشون در کنار همدیگه کار میکنن برای گذار کامل از سیستمی به اسم سیستم جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک سیستم دموکراتیک پارلمانی سکولار بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر. یعنی شما وقتی مبانی، یعنی قانون بازی شما حقوق بشره و آزادی آدم ها در رابطه با اون چیزی که آرزو میکنن و حق آنهاست، شما نمیتونید آدمی رو مجبور بکنید که هویت تو اینه و باید این باشه. اون آدم خودش تعریف میکنه که هویتش چیه، مادام که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشره و مادام که همزیستی ما در حقیقت از قبول همدیگه میگذره. و من مطمئنم که ایران با سوریه، با عراق، با کشورهای منطقه، با همشون فرق داره و المنت‌های زیادی هست که ایران رو جدا میکنه. و من دلم میخواد که آقای شریعت مداری دقیقا به چند تا از این المنت‌ها توضیح بدن چه ویژگی های ایران رو از سوریه جدا میکنه. بله، خیلی متشکرم خانم شرفکندی. قبل از اینکه آقای شریعت مداری اگر اجازه بدید، چون از آقای دستپیش هم شما سوال کردید، ایشون هم جواب بدن بعد شما پاسخ بدید. آقای دستپیش بفرمایید. آقای لطف فرمایید کوتاه باشه ممنون میشم که بحث پینگ پونگی نشه و دوستان دیگه هم مباحثشون رو مطرح کنن. بفرمایید. مرسی آقای بازیگر. حقیقتش من نمیدونستم که بحث، فکر کردم تنها میتونم یه سوال بپرسم به خاطر اینکه نه منظورم این که لازم بود که یادداشت کنم که مثل سالات، اما تصوری که از مجموع سوالاتشون داشتم میخواستم اینجوری مطرح کنم که اون چیزی که میگم بر اساس علایق شخصی خودم نیست. حالا به اسلام ما جوان باشیم، ولی برای شریعت مداری میگم که همون به قول ترکی میگن باق به من میاشم چوخ گلبته باشم. اونا به این خاطر که اون چیزی که میگم بر اساس مطالعاتی که انجام شده، چندین مطالعه انجام شده، حالا یکیشو که من شخصا به اصطلاح درش مشارکت داشتیم، ما دنبال این بودیم که بدونیم که به فرض مثال کردها چگونه خودشونو پروجکت میکنن از لحاظ هویتی. خب برای این ما چهار استان رو تقسیم کردیم، تقسیم بندی در چهار استان انجام دادیم و در این چهار استان به اصطلاح کرمانشاه و ایلام و سنندج و ارومیه رفتیم سراغ الیت هاشون. حالا الیت های به اصطلاح مذهبی بود، الیت های فرهنگی بود، الیت های اقتصادی بود و الیت های اجتماعی بود. نکاتی که از این مجموعه مسائل به دست اومد این بود که روندی که به اصطلاح نسیونالیزم کردستانی در حوزه به اصطلاح گفته میشه کردستان ایران تجربه کرده، ما برای اون تصوری است که قبلا به فرض مثال در اوایل انقلاب وجود داشت. به عنوان نمونه، دیدگاه کردها نسبت به زبان کردی از کرمانشاه و از ایلام و سنندج و ارومیه، اون مناطقی که به اصطلاح کردنشینه، همشون توی این مسئله مشترکن. نکته دومی که میخوام بهتون بگم، تصوری که این افراد نسبت به تغییر داشتن از لحاظ موقعیت خودشون، یعنی که در آینده احتمال داره در چه شرایطی قرار بگیرن، تصور اونها دقیقا معکوس به تجربه باشور یا اقلیم کردستان بود و تجربه روژاوای کردستان سوریه بود. نکته سومی که میخوام بهتون بگم، از بعض تلفظ، مثلا
4 اپشن به اینا داده میشد که کدوم از این اپشن ها رو شما میپسندید: کردستان ایران، روشحالات، خورحالات و همون استانی که بودند. همه یعنی اکثریتی که جواب داده بودند گفته بودند روشحالات. روشحالات یعنی شرق، یعنی شرق به اصطلاح چارچوب جغرافیایی کردستان. میخوام ببین اینا المان هایی یعنی که انسان ها در ناخودآگاه خودشون که امکان بروزش رو در حوزه عمومی ندارن در اینجوری فکر میکنه. حالا شما اینو بیارین در فضایی قرار بدین که احتمال آزادی وجود داشته باشه، به فرض مثال مثل 57. خب در 57 دیدگاه جنبش کردستان 180 درجه با دیدگاهی که در تهران وجود داشت تفاوت داشت، چه از لحاظ پروژه برای ایران و چه از لحاظ پروژه برای به اصطلاح خود پرسش کرد. در مجموع میخوام بگم که تصوری که ارائه میشه نسبت به هویت کردی دست کم در حوزه فعالینی که در ایران فعالیت میکنن یک تصور فوق العاده تقلیدگرایانه و این باعث اشتباه در تحلیل میشه. موقعی که ما پدیده رو با شرایطی که هست نبینیم، همین ببین من 4 تا نمونه دیگه براتون میارم. ما 4 تا کمپین داشتیم، منظورم اون چیزی که در مابین مردم اتفاق افتاد. یکیش بهش میگفتن نوروز جامان ها، گلال خانم حتما در جریانه. یکیش میگفتن بهش جشن رفراندوم. بسام جان مثلا سم خواهش کنم اگه ممکن باشه سالی رو جنبندی کنید. نه من جنبندی میکنم و بعد جشن رفراندوم، بعد حماسه کرمانشاه و بعد لرستان. تمام اینها رو که مرور میکنی افرادی که دارن خودشون همبسته میکنن با اون نوع نگاهی که نسبت به اونا وجود داره خیلی فرق میکنه. یه نمونه دیگه هم بیارم دیگه بحثامو تموم میکنم. موقعی که من دانشجو بودم در حوزه به اصطلاح روزنامه نگاری، اوایل به اصطلاح جریان اصلاحات در ایران بود، روزنامه ها و مجلات کردی بسیاری منتشر شدن. اون موقع ما فکر کردیم خب الان وقتش ما بریم که ببینیم تحلیل محتوا بکنیم. یعنی چی میگن؟ یعنی تحلیل محتوا بکنیم ببینیم این مجلات، روزنامه ها و غیره که منتشر میشن دارن به چه شیوه خودشون رو منعکس میکنند. در تمام مفاهیمی که متعلق به جنبش رهایی بخش کردستان تمام در این مطبوعات به شیوه های گوناگون منعکس شده بود. یعنی افرادی که در اونجا می نوشتن افرادی بودن که کلماتشون کلمات متعلق به اصلاح طلب در تهران نبود. خیلی. در مجموع این بحث واقعا خیلی پراکنده است، اما میخوام به عنوان چرا آقای شریف مداری مخاطب قرار دارم، چون که براشون احترام قائلم، حرفشون هم دوست دارم، نوع تحلیلشون هم برام جالبه، ولی اگه بخواید مسائل رو تقلیل بدین خب این مسائل همچنان باقی میمونه، ولی اگه بخواید دیدگاه جدیدتری به نسبت به موضوع پیدا کنین اون موقع است که من احتمال میدم که تصورتون هم فرق کنه. خیلی ممنونم که وقتتون رو گرفتم. خیلی ممنون. آقای شریعت مداری، نکات آقای دستیش و پرسش‌های گلاره شبدکندی رو شنیدید در خدمتتون هست. بله، اول از دوست گرامیمون شروع کنیم، خانم شبدکندی، عذر میخوام ازشون، بعد میگم برای اینکه خب با ایشون خارج از کلاب هاوس هم بحثای زیاد داریم، ولی شاید دوست گرامیمون رو من دیگه نبینم و این نقاط بمونه. هر دو رو جواب میدم. ببینید، یک موقع است که شما به عنوان یک جامعه شناس یک برش مقطعی از جامعه دارید. این سوالاتی که شما میکنید آیا هرگز پرسیدید که علاوه بر اون که ناسیونالیسم مهاجم ایرانی از دوره رضا شاه این عکس العمل ها رو باعث شده و خیلی قبل از رضا شاه به وجود اومده، گروه ایران باستان برلین و عرض به خدمتتون دوستانی که نهضت بابیگر رو درست کردن و دیگران خیلی رادیکالتر بودن تا گفتمانی که دوره رضا شاه آمد و این عکس العمل رو ایجاد کرده، چقدر از این عکس العمل ها بحران هویت ناشی از جهانی شدن. جهانی شدن
روی دو تا المان اثر بسیار مخربی میذاره. یک بحران هویت مذهبی ایجاد میکنه، یک بحران هویت ناسیونالیستی ایجاد میکنه و این هر دو در جوامع جهان سوم ایجاد شد. شما هیچ اینو فکر کردید که جهانی شدن وسایل ارتباطی و تلویزیون ها چگونه توانستن زبانی رو که در بین متکلمینش صدها لحجه وجود داشت اکنون یک لحجه مکرانی رو یک لحجه بکنن که کلاسیک این زبان باشه؟ این قضیه در آذربایجان خیلی شدیده، این قضیه در بلوچستانه. یکی از گسلهای عمده ما گسل مرکز و حاشیه است. عوامل متعددی داره، فقط عواملش ناسیونالیسم ایرانی و دیگر ناپذیری اون نیست، اون خیلی مهمه، ولی فکر میکنم که عده زیادی از اپوزیسیون به این نقطه رسیدن که تمرکز موجود در ایران باعث تجزیه آینده خواهد شد اگر تجزیه وجود داشته باشه. و اون چی که باید به عنوان راه حل عرضه بشه یک سیستم غیر متمرکزه که در نظر من و نه در نظر شورا، شورا حاصل کمپرومیس بین نیروهای مختلفه و خودش نوشته که راه حلش چیه. راه حل شورا یک راه حل بسیار خوبی بوده که وجود آموز زبان مادری، رسمیت دادن به زبان مادری و آموزش به زبان مادری رو برای اولین بار در یک اپوزیسیون سراسری پذیرفته، وجود پارلمان های محلی رو پذیرفته، رفع تبعیض رو هم پذیرفته و حقوق یکسان قائله. بنابراین اساس عدم تمرکز رو شورا پذیرفته، ولی من به فدرالیسم غیر قومی معتقدم. فدرالیسم قومی معنیش اینه که دیکتاتوری موجود در مرکز رو دقیقاً فدرالیسم قومی وجود نداره. اون چه وجود داره حکومت‌های طایفه‌ایه، مثل کردستان عراق. و این حکومت‌های طایفه‌ای دیکتاتوری و فساد مرکز رو تقسیم می‌کنن به فساد قومی و دیکتاتوری قومی. شما در کردستان عراق می‌بینید یک طایفه شاید برای همیشه حاکمه و فساد هم هیچ دست کمی از هیچ جای دیگه عراق نده. ما سیستمی میخواییم که در اون مردم احساس آزادی کنند. مردم کردستان با هویت کردی خودشون در ایرانی آزاد و آباد حکومت خودشون رو تعیین کنند، احزاب خودشون رو داشته باشن، حکومتشون رو با مسالمت رأی بدن به یک حزب دیگری و کسی اون بالا نشینه دیگه عوض نشه. همه اون چیزایی که بر مرکز میخواییم بر کردستان هم میخواییم. این رو میخواییم که یک کرد بتواند در آذربایجان هم استاندار بشه و یک ترک بتونه در کردستان این منصب رو به دست بیاره. مگر میشه صحبت از دموکراسی کرد بعد دنبال نظامی رفت که در اون کسانی که اون خون و نژاد رو که وجود نداره ندارن از حقوق اجتماعی در اون جغرافیا محروم باشن؟ اون وقت چه فرقی دارن اینا با اونایی که در مرکز هم؟ خب معلومه احساساتی مقطعی وجود داره، این احساسات 10 سال پیش وجود نداشت، شاید 5 سال بعد هم وجود نداشته باشه. شما از یک برش مقطعی حرکت میکنید و به جوابهایی رسیدید، ولی ما در جهان سیاست و احزاب کرد هم مثل ما فقط تحت تأثیر خواسته مردم خودشون نیستن، تحت تأثیر مقتضیات بین المللی، سیاست های پیرامونی، مردمی که عمری با اونها زیستن و همسایگان هستن و مجموع اینها به اینها میگه که باید عاقل باشیم، محتاط باشیم، به خون هم دیگر تشنه نباشیم، سعی کنیم نظامی بسازیم که در اون هویت خودمون رو آزادانه ابراز کنیم، تبعیض وجود نداشته باشه، هر کدام از ما بتونه در منطقه خودش به عالی ترین مناسب در پیدا کنه و از اون مهمتر در کل کشور به عالی ترین مناسب در پیدا کنه و زن و مرد ما در این مورد فرقی نداشته باشه. این نظامیست که ما میخواییم و این رو میفهمیم که در یک سیستم متمرکز این کار بسیار سخته و باید یک نظام غیر متمرکز در ایران در حقیقت به وجود بیاد، اما معنیش این نیست که ما دیکتاتوری مرکزی رو به دیکتاتوری های منطقه‌ای تقسیم کنیم.
ما باید این فرصت رو بدیم که اگر یک نفر از خراسان بلند شد و اعتماد مردم کردستان رو جلب کرد بتونه استاندار اونا بشه و رأی اونا رو بیانه. همه اینا مقامات در حقیقت انتخابی مردم کردستان باید باشد، ولی این انتخاب باید موکول به خون و نجات نباشه. سیاست مبتنی بر آیدنتیتی یکی از مخربترین سیاست هایی که در دنیا وجود داره. سیاست باید مبتنی بر رشد و توسعه پایدار و انسانی باشه و باید همه بتوانن در اون احساس بکنن که کرامت انسانیشون بهش احترام گذاشته میشه و اگر هویتی بر خودتون قائل میشن این هویت به رسمیت شناخته میشه. خیلی خیلی متشکرم. در مورد خانم ترفکندی هم اگه اجازه میدید من چند یک کشور قبیله ایست. ما این مرحله رو تموم کردیم. قبایل در حاشیه ما و اثر زیادی در زندگی اجتماعی نداره. ما قومی هستیم که از صدر مشروطه تا حالا خواسته دموکراسی رو مستقر کنه، موفق نشد. و این که سوریه از اون در حقیقت فاقد بود. سوریه کشوری است که در حقیقت اراده متفقین به وجود آورده. ما کشوری هستیم که تاریخ ما رو به وجود آورده و ما امپراتوری گذاشتیم که اولیش و اتفاقا اگر مادها کورتهای فعلی باشن اونها گذاشتن. بنابراین ما شعرهایی داریم که در خون ما تنیدن. کدام کرده که کمتر از من شعر حافظ رو از بر باشه؟ واقعا شما میشناسید اینو در ادیبان کرد. البته متاسفانه به ما این فرصت رو ندادن که ما افسانه های کردی رو به زبان کردی بدونیم. شاید اگر بود من هم این رو میتوانستم بدانم و همچنین خوشبختانه مال آذربایجان رو میدونم. مال جاهای دیگر رو هم فرصت پیدا میکردم بدانم و امیدوارم در آینده فراهم بشه. ما فرقای خیلی زیادی داریم. ما یک منطقه‌ای هستیم در خاورمیانه که همه قدرت های بزرگ نهایت احتیاط رو در رفتار با ما دارن. میدونن که هر تغییر کوچکی در ایران تغییرات بزرگی در منطقه رو به وجود خواهد آورد. چنین وضعی در سوریه هرگز نبود. و از یک طرف دیگه ما هیچ وقت حکومتی مثل حکومت بعثی نداشتیم. حتی جمهوری اسلامی درش قدرت در یک جا متمرکز نبود. قدرت همیشه بخش بود و همیشه دست های وجود داشت که از اون میشد رسوخ کرد و سیاست ورزی. در سوریه سیاست بسیار بسته تر بود. خیلی ممنون. خیلی خیلی متشکرم. ببخشید بگم من فقط 30 ثانیه به خاطر اینکه مجبورم به اصطلاح ترک کنم. تنها میتونم بگم که آقای شهید مدایی واقعا براتون آرزوی موفقیت دارم، اما در مورد اقلیم کردستان مسئله که اشاره کردید دیس انفورمیشن واقعا چون من 12 سال در اونجا زندگی کردم و با شرایط اونجا میتونم تحلیلش کنم یا آمار دیتا بدم. خیلی ممنونم، شما درست میگید، ولی ما کسانی داریم که زاده اونجا و اعصاب بزرگی رو اونجا دارن هم اکنون رهبری میکنن، بنابراین بی اطلاع نیستیم. یقین داشته باشیم آقای دستگیر، ما هدفمون اینجا قانع کردن همدیگه نیست، این هستش که با هم گفتگو بکنیم، از دیدگاه های همدیگه مطلع بشیم، درک و در واقع همسخنی و همدلی رو بین خودمون افزایش بدیم. آقای مهران براتی شما هستید، ما یک خواهد داریم. بله الان من خواهد اگر اجازه بدید. بر صورت همطور که شما فرمودید موضوع بحث امشب شورای مدیریت گذار نیست، راجع به خود موضوع که آیا اضمحلال یا فروپاشی جمهوری اسلامی میتونه به فروپاشی اجتماعی و تجزیه ایران منجر بشه، ما نباید به این سوال حتما در هر جور شرایطی جواب منفی بدیم. اینطور نیست. بهترین حالت برای تغییر یه جامعه‌ای که در شرایط فروپاشی قرار میگیره این هست که اگر حاکمان
دوراندیش و یا به خود اندیشی داشته باشه، معمولا وارد یه داد و ستد، یک مصالحه با اپوزیسیون خودش بشه و بیاد به تدریج اون چیزی که کشورهای اروپایی انجام گرفته به تدریج خودش از قدرت کنار بکشه و شرایط رو طوری پیش بره که نظم اجتماعی به هم نریزه. ولی خب ما همچین چیزی رو در ایران نداریم. اما ما خطرات بسیار زیادی همکنون ایران رو تهدید میکنه که ما معلوم نیست که حتی در شرایط فروش پاشی این خطرات نباشن. دور تا دور ما کشورهای دوستی نداریم و کشور جمهوری اسلامی که در افتاده با نظم جهانی، در افتاده با دنیای دموکرات و آزادی خواهی جهانی، در اون سطح هم هیچ نوع نیروی نیست که فکر کنه که باید به هر صورت نظم اجتماعی ایران رو به شرایطی سوق نده که از دلش فروپاشی در نیاد. این خطر بالقوه برای جامعه ایران وجود داره. به همین دلیل هم فکر میکنم اگر حقانیتی در این لفظ مدیریت باشه، این هست که کسانی که درست این خطرات رو میبینن، این شرایط رو میبینن، نمیان یه حزب دیگری به احزاب دیگر بیافزاین، یه نیروی جدیدی در کنار نیروهای جدید درست کنن، مدعی دیگری بشن مثل شورای ملی مقاومت و دیگران، بلکه فکر مدیریتشون در این هست که این خطری که بالقوه وجود داره از روی سر مردم ایران برداشته میشه. اگر یک اپوزیسیونی، یک مجموعه اپوزیسیونی که مشروعیت خودش رو بتونه از ملت خودش بگیره و ملت ایران به اون نیروی اپوزیسیون اعتماد لازم و کافی رو داشته باشه و بتونه مدیریت اجتماعی و سیاسی او رو باهاش همراهی کنه، بخشی از این مدیریت مربوط به احزاب قومی ما میشه که خب خوشبختانه علی‌رغم تمام تفاوت‌هایی که در دیدگاه هست، همه احزاب قومی ما خودشون احزاب ایرانی میدونن. من در بسیاری از سخنرانی‌هایی که داشتم گفتم من اصلا برای من یه مسئله غیر قابل فهمیه که هموطنان کرد ما از ما حقی بخوان به عنوان اقلیت، اونهایی که کهن‌ترین ساکنان این مملکت بودن و اصلا صاحبخونه هستن. صاحبخونه که نباید بیاد حقی به عنوان اقلیت بگیره، باید بخواد رئیس جمهور این مملکت باشه، باید سی که بخواد نخست وزیر باشه، باید تعیین کننده باشه بخواد، نه اینکه برای یه بخشی از ایران بخواد حق به اصطلاح به عنوان اقلیت بگیره. در مورد دیگر هموطنانمان هم به همین شکل صادق است. بنابراین مدیریت به این معناست که شما بتونید مجموعه ای از چهره های ملی، اون که من میگم اپوزیسیون ملی این هست که درش از چپ کمونیست و سوسیال دموکرات و پادشاهی خواه مشروطه خواه و بعد ملی مذهبی و ملی و بعد ارزوتون لیبرال راست و لیبرال چپ، همه خودشون رو در یک مجموعه ملی، در یک چهره ملی مستطر ببینن، اون وقت همچی اپوزیسیونی قدرت مدیریت این کشور رو در این داره که اون وقت کشورهای دوروبر باش دشمنی نکنن، قدرت‌های بزرگ هم نخوان با اون خاص تجزیه‌ای که به ویژه حالا در تاریخ ما وجود داشته این مسئله، به ویژه در جنگ جهانی دوم و قبل از اون یه همچین کوشش هایی شده در مملکت ما، در صورت یه همچین چهره ملی جلودار این خواهد بود و هر نوع حرکتی که باید اپوزیسیون انجام بده فکر میکنم حرکت به سوی این گونه مدیریتی است که خب حال ما در من به طور فردی خودم رو میگم همیشه در گفتگو با کشورهای دوروبر اون عربستان سعودی، اسرائیل، عربستان اردن، مصر، ترکیه و دیگران رو فکر کردیم این باید حتما این گفتگوها با اونها همین الان انجام بگیره، گفتگو با آمریکا، با کشورهای اروپایی همین الان انجام بگیره. دیدم یک اپوزیسیونی که به صورت ویژن داره برای آینده ایران لمس بشه، دیده بشه و خب اعتماد برانگیزی بکنه، همه اینها دست به دست هم میدن که اون خطری که شما در تیتر این گفتگو براش انتخاب کردید
پیش نیاد. خیلی ممنون، به من وقت زیاد دادید، متشکرم. تمنا میکنم. ممنونم از شما آقای براتی، خیلی متشکرم. ما توی این اتاق یک سنتی داریم در واقع تبعیض مثبت هست به سود خانوما که مشارکت بیشتری در بحث داشته باشم. حتما یک آقا و یک خانم نوبتی به یک درمیون صحبت بکنن. آقای شجاعت مادر، شما نکته‌ای میخواید اضافه کنید به حرف آقای براتی آقای براتی، یعنی که بریم سراغ خانم نازنین انصاری؟ آقای مهندس صداتون بسته است، میکروفونتون بسته است. آقای شجاعت مادر، الان هست؟ بله بله بفهمید. عرض به خدمتتون که آقای براتی به خوبی گفتن و مسئله رو من باشون موافقم. فقط یکی دو نکته هست. یکی این که تجزیهی که در ایران پیش آمده همش مبتکرش حاکمین ایران بود. مردم ایران هیچ جا جدا سری پیشه نکردن و ما یک نمونه تاریخی هم ندارم. هر کدام از تجزیه های ایران به وسیله جنگ هایی شده که حاکمین ایران در اشتخالت داشتن یا داوطلبانه قسمتی رو دادن، مثل جنگ ایران و روس در دوره فتحعلی شاه یا مسئله بحرین یا مسئله افغانستان، و مردم ایران نشون دادن که چندان دنبال چنین ریسکی نمیدن. من خیلی خوشبینم. من فکر میکنم که اگر ما دوران گذار رو بتونیم اینطور مدیریت کنیم که همه این عزیزانی که بهشون تهمت جداسری زده میشه در حقیقت یک قسمتی از راه حل باشن و بیاین با ما همکاری کنن که این مدیریت رو بکنیم، دائما ما در صدد این گفتگوییم. علاوه بر این با همه همسایگان خودمون هم صحبت میکنیم. من خودم به این نتیجه رسیدم که همه همسایگان ما فرق ملت ایران رو با جمهوری اسلامی میتونن و هیچ خصومتی با ملت ایران ندارن، برای اینکه پی بردن که ملت ایران هم خصومتی با اونها نداره. ما نه عرب ستیزیم، نه بر علیه اسرائیل هستیم در ایران، نه بر علیه آمریکا هستیم. ملتی هستیم که با همه اینها میتوانیم روابط خوبی داشته باشیم. کینه قومی در درون ما وجود نداره. اون چی که هست در حقیقت تحقیر قومی به وسیله فرهنگی بوده که از بلندگوی حکومت ها بخشده و بازی بوده که حکومت ها با دو طرف گسل می کردن تا اختلاف بیندازند و حکومت کنن. من ندیدم در بین دوستانی که حداقل در شورای مدیریت گذار داریم که فرقی بین خودشون خانم بهمنی، آقای مهتدی و خانم شرفگندی و دیگران قائل بشن. هیچ فرقی در بین ما وجود نداره و این نمونه رو ما میخواییم در همه ایران گسترش بدیم و فکر میکنم که همه ایران هم با ما موافقن که همین احساس رو نسبت به همه هموطنان خودتون داشته باشن و بلد. خیلی متشکرم. خانم نازنین انصاری گرامی، در خدمت شما هستیم. سلام عرض کردم. یک دنیا ممنون آقای برزگر عزیز و سلام به شما آقای دکتر شریعت مداری گرامی و بقیه دوستان. بحث بسیار جالبیه. موضوع فرق بین ایران و سوریه که شد، من میخواستم فقط دو تا نکته اضافه کنم. اینه که یادمون نره که سوریه در سال 1946 به عنوان یک کشور آزادی خودش رو گرفت. ایران الان بیش از 5000 سال تاریخ فرهنگی داریم. الان تو موزه ویکتور ان آلبرت یک اگزیبیشنی هست که میشه رفت دید که از چه زمانی و چه سلسله‌هایی و چه دستاوردهایی ما داشته ایران به عنوان یک مملکت. و دوم اینی که فرق دیگه‌ای که بین سوریه و ایران الان هست اینی که از لحاظ قدرت علویایی که الان در صدر قدرت در سوریه هستن بیش از 12% کل جمعیت سوریه نیستن. این هم پس باست در توازن قدرت در نظر بگیریم. و به اضافه اون چیزی که خانم شرفکندی توضیح دادن که خیلی مهمه
برای آینده ایران، گروه هایی که راجع به سکولار دموکراسی باور دارن و حقوق بشر، حقوق فردی انسانی واقعا مهمترین چیزیه که ما باید فکر میکنم به فکرش باشیم و براش اهمیت داشته باشیم. برمیارم، فقط نمیخوام صحبتمو بیشتر از این که بکنم. آه، یه موضوع دیگه دوباره راجع به سوریه و ایران، که اگر الان ما حرف از ممکنه فروپاشی ایران بزنیم، این به خاطر این نیست، به خاطر اپوزیسیون نیست یا به خاطر آینده ایران نیست، این به خاطر سیاست‌های جمهوری اسلامیه که ما رو به اینجا رسوند. به همونطور که آقای دکتر شریعت مداری فرمودن، من به خوبی یادم هست که قبل از انقلاب خوزستان ما، آب و برق خوزستان رو من یادمه، وقتی آب و برق به خوزستان آوردن، وقتی که سد دز درست شد، وقتی که خوزستان اون زمان یکی از پربارترین و ثروتمندترین و تمام جوانای ایران میخواستن برن خوزستان کار کنن در اون قسمت، برای اینکه از همه قسمت‌های دیگر ایران از لحاظ دیولپمنت و اینا سر بود. این یه موضوع دیگه. ولی سوالی که من از دکتر شریعت مداری گرامی داشتم اینه که چند روز پیش خانم نرگس محمدی در همین کلاب هاوس گفتن که درسته که در یک حرکت ایرانیان اپوزیسیون نمیتونه به دموکراسی دسترسی پیدا بکنه، اما در حرکت های که به موازات هم هستن این راه رو به رسیدن به دموکراسی هموار میکنه. آیا شما با این گفته خانم محمدی موافقین و به نظر شما تا چه حد این حرکت های که در سطح جامعه ایرانی ایران از مخصوصا از زمان جنبش دانشجویی در ایران شروع شده، تا چقدر اینا به موازات هم دارن پیش میرن و آیا شما خوشبین هستید یا نه؟ یک دنیا ممنون. خیلی ممنونم خانم انصاری گرامی. آقای شریعت مداری در خدمت. خانم انصاری گرامی یک دکترای افتخاری به من دادن که خب از ایشون من مهندسم که اصلا نگید، همین حسن شریعت مداری کافیه. با آقای شریعت مداری گرامی بفرمایید. خیلی ممنون. عرض به خدمتتون که ببینید اون که خانم نرگس محمدی میگن، من نمیدونم دقیقا چی گفتم. دموکراسی یک چارچوب حقوقی داره که الیت جامعه اونو میاره و این مثل استخری است که مردمی که تا کنون در دموکراسی شنا نکردن در محیط دموکراتیک دموکراسی رو میآموزن و دموکراسی عمق پیدا میکنه. هیچ موقع به ته این استخر کسی نمیرسه، یک ایدئاله. عدالت اجتماعی و دموکراسی دو ایدئال بزرگ بشری است و آزادی دو ایدئال بزرگ بشری است که در قالب دموکراسی به طور نسبی بهشون میشه رسید. امروز گفتمان غالب در روشنفکران ایران و اکثریت طبقه متوسط و بسیاری از کارگران هم سکولار دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر. تجربه نشون میده که وقتی یک نظامی فرو بپاشه، نظام ایدئولوژیک، گفتمان غالب خودش رو ترجمان نظام سیاسی بعدی خواهد. بنابراین شانس وقوع یک دموکراسی که الیت ایران به کمک مردم اون رو مستقر کنه بسیار زیاده. البته این دموکراسی است که در حقیقت چارچوب قانونی، قانون اساسی و قواعد بازی رو تعیین میکنه. مردم کشور به تدریج دموکرات میشن. نمونه جالبش آلمانی هایی که در این که عضو اس اس بشن بر هم دیگه سبقت میگرفتن، تحت اراده متفقین و قانون اساسی که به وجود آوردن و پذیرشی که داشتن، یکی از درخشانترین دموکراسی ها رو به وجود آوردن و به زودی آموختن که بازی دموکراسی یعنی چی و امروز یکی از درخشانترین دموکراسی های دنیاست. ما هم
تأخیر تولد داریم. ما از مشروطه میخواستیم دموکراسی به وجود بیاریم. خب افتان و خیزان آمده ایم و هر بار که خواسته جمهوریت مردم متولد بشه به معنای اتکای انحصاری به رأی مردم برای مدیریت مردم در شکل سیاسی با مانع مواجه شده و ما یا رعیت یا امت بودیم. اکنون این جمهوریت داره متولد میشه. اکنون مردم یاد گرفتن که اشخاصی بر خود ایستا بشن، حقوق خودشون رو درج بکنن و برای این حقوق کشته بدن و مبارزه کنن. به نظر من ما پایه اجتماعی خوبی هم داریم، از تحصیل کردگان، از کسانی که مبارزان میدانی که دموکراسی رو در حین مبارزات بهش اتکا میکنن و میآموزن و فردای سقوط این نظام وسایل کافی برای برقراری دموکراسی خواهیم داشت. مضافاً که با استقبال دنیا هم روبرو خواهیم شد، برای اینکه خیلی بعیده کشورهای دموکرات دنیا با وقوع یک دموکراسی در ایران بتوانند مخالفت کنند. نمیدونم تونستم جوابتون رو بدم خانم انسلی. یک دنیا ممنون آقای شهرت مداری، یک دنیا ممنون. مرسی از شما خانم انسلی. آقای علوی در خدمتتون هستیم، بفرمایید. اگر سوالی یا دیدگاهی دارید بشنوید. آقای علوی تشریف دارید، میکروفونتون بسته است. سمت راست پایین صفحه موبایلتون آقای علوی. خب حالا تا آقای علوی برگردن، از آقای صدرا عبداللهی خواهش میکنم که بفهم. سلام میکنم، مثل این که آقای علوی اومدن. آقای برگرد تماس رو سجدی کنم ادامه بدید، فرد آقای برمیگردیم خدمت آقای علوی. بسیار خوب، من سلام میکنم خدمت همه دوستایی که در این اتاق تشریف دارم، خدمت آقای شریعت مداری هم عرض سلام دارم و ممنون جناب برجی هم که به من هم وقت بدید. یعنی اصلا مخاطب نکنید. من باید دوزاتون من بس هم از دوستان خواهش میکنم وقتی تشریف میارید روی استیج حتما دقت کنید که میکروفونتون بسته باشه. بفرمایید آقای شریعت. بله، من با یه مقدمه میخوام شروع کنم و به یک سوالی که از جناب شریعت مداری دارم. همانطور که خود آقای شریعت مداری هم گفتن و من همیشه وقتی حرفایشون رو گوش میدم میبینم که به شدت دقیق و سعی میکنن که به نوعی با همون رفعت و یک جورهای مهندسی شده حرف بزنن که آدم بتونه در چارچوبی قرار بده و بپذیره و از این جهت همیشه خوشحالم و احساس نزدیکی میکنم. ولی مقدمه‌ای که میخواستم بگم، در این سالهای گذشته، یعنی 40 سال گذشته، ما ملت ایران فکر میکنم با روش‌ها مختلفی این حاکمیت رو محک زدیم، با انتخابات، با اعتراض، با اعتصاب، و در این رویه این مردم کم هزینه هم ندادن، یعنی از تعداد کشته ها، زندانی ها و اتفاقایی که برای ملت افتاده تو حوزه اقتصادی اینا میشه اینو فهمید. ما به هر صورت از دوره مشروطیت وقتی شروع میکنیم قضیه رو میبینیم که دو تا انقلاب پشت سر گذاشتیم، همانطور که آقای شریعت مداری هم اشاره کردن، به نحوی دو تا کودتا به نوعی پشت سر گذاشتیم، حالا اگر تعبیراشو بپذیریم و همه بپذیرن، و رسیدیم الان به 1400 که ظاهرا یک رأی‌گیری حکومت در آستانش ایستاده و ملتی که باز به نظر بخش زیادیش، حالا من آماری نمیتونم بگم، نمیخوان شرکت کنن در این رأی‌گیری. مردم ایران به قول نمایشی ها الان در واقع دچار یک فاصله گذاری برشتی شدن و انگاری دارن بعد از این محک زدن های مختلف از کنار قضیه رو نگاه میکنن. اصلا موضوع نه براندازیه، نه انقلابه و نه در واقع اون بحث های در واقع یک ترسانندهی که معمولا آدم های سیستم میکنن از تجزیه و نمیدونم سوری شدن قضیه، چون بالاخره هر کس یکم
مطالعه داشته باشه تو این زمینه میفهمه که اگر هر حکومتی بر افتاد یه مجلس مؤسسان شکل میگیره، قانون اساسی درست میشه، اونقدر آدم های نخبه هم هستن که میتونن یک کشور رو اداره کنن. اصلا این بحثا نیستش. و سوری شدن قضیه هم ایران چون مختصات خودشو داره و اصلا ویژگی های خودشو داره، اساسا ماجراش مثل سوری و مثل نمیدونم جاهای دیگه نیستش. همانطور که جناب شریعت مداریان گفتم مثال زدن در ارتباط با کردستان، به صورت یک عزم بین الملل باید در ارتباط با کردستان وجود داشته باشه که از 5 کشور یک کردستان رو بکنه بیرون، یک کشوری شکل بده و در ارتباط با همه مسائل هم همینجوره. در نسل جدید در واقع ایرانی ها که متعلق به دهه 60 70 80 90 و تا امروز هستش، به نوعی حالا این دو تا دهه اخیرش، یه اتفاق جدی افتاده که یکم جدا کرده از نسل‌های قبلی که ما باشیم. یعنی یک آگاهی به شکل خیلی سریع و سیرش و متمرکزش در روان این افراد، در روان و روح این افراد شکل گرفته که بسیاریشون هم آدم های تحصیل کرده ایان، آدم های با مطالعه ایان، علی‌رغم اینکه بعضی وقتا ما فکر میکنیم به خاطر حضور این اینترنت اینا این اتفاق جور دیگه ای افتاده. ملت ایران اکنون من فکر کنم نه تر شده نه در خوابه، ولی یک اتفاق جدی که فکر میکنم خودشم منتظرشه و بر اساس این اتفاقایی که در نسل جدید افتاده و نگرانی های غرب و ایدولوژی های مختلف هم یک جورهایی داره، اینه که یک رنسانس جدی انگاری اتفاق خواهد افتاد. این رنسانس جدی فراتر از براندازی انقلاب و فلان هستش. من میخواستم از آقای شریعت مداری اینو بپرسم، بر اساس شناختی که بالاخره نسل‌های جدید دارن و نگرش جدید که در این بالاخره نسل وجود داره، فکر میکنین که واقعا این رنسانس چقدر جدی هستش که این در واقع نگرانی ها رو فراتر از تغییر یک حکومت میکنه و در واقع غرب مواجهش، نه غرب، ایدئولوژی های مختلف مواجهش در شرق و در این خاورمیانه با چنین رنسانسی میتواند تبدیل کنه به یک حیات جدید و به یک عصر جدیدی. من اینو اگر جناب شریعت مداری جواب بدن ممنونشون میشم. بسیار سوال جالبی کردند جناب آقای عبداللهی دوست گرامی. و ببینید مایه های به وجود آمدن یک تحول اساسی فکری در ما ایرانی ها پیدا شد. منتها من در مقالات گوناگون و ویدیوهای گوناگون به تفصیل این رو شرح دادم که ما یک ناخودآگاه بسیار ستبری داریم که ما را به گذشته ها و رؤیاهای باستانی خودمون وصل میکنه. و چالش بین جهان مدرن و رؤیای خاورمیانه‌ای امپراتوری که در وجود هر کدوم از ماها هست، کافیست ما نگاه ایرانیان رو وقتی صحبت با غربی ها میکنن ببینیم و نگاه دیگر ملت ها رو ببینیم. این نگاه فقط برابر نیست، بعضی موقع بالاتر هم نگاه میکنه. این یک غروری است که متکی بر واقعیات نیست ولی وجود داره. این ناخودآگاه بر ما حکم میراند. مقتضیات زندگی این ناخودآگاه رو شدیداً به لرزه در آورد. نسل‌های قبل ما یا میخواستن به سطح ایران باستان برگردن و عظمت خودشون رو احیا کنن یا به سطح اسلام. هیچ کس به آینده رجوع نداشت. یکی 2500 سال میخواست عقب بره، یکی 1400 سال. اولی ها آمدن شکست خوردن، دومی ها آمدن اونا هم شکست خوردن. حالا نسلی اومده که میدونه که باید بر پای خودش بایسته و آینده رو بسازه. گذار به 1400 سال پیش یا 2500 سال پیش ممکنه غرور ملی ایجاد بکنه ولی راه حل اداره کشور نیست.
ما باید با ارزش‌هایی که دموکراسی رو می‌سازند آشنا بشیم، اونها رو درونی کنیم، در درون خودمون هضم کنیم. اینها رواداری است، قبول راسیونالیسم، قبول مد زندگی بر خود ایستای تولیدی است. تولید به معنی تولید کارخونه‌ای فقط نیست، تولید فکری، تولید دانش، تولید کارخانه، همه چیزهایی که انسان رو مولد میکنه. بالا بردن سهممون از تولید جهانی است، رقابت هست، آزادی است. قدر آزادی رو دانستن در کنار قدر عدالت رو دانستن از مهمترین خصوصیات مللی است که میتوانند رشد بکنند. احساس آزادی به آدم این رو عرضه میکنه که انسان بتواند قوانین رو بگذاره که عادلانه و بدون تبعیض باشه. احساس آزادی این رو به ما میده که هر اون چه رو که میخواهیم از هویت خودمون، خصوصیات خودمون، بیان خودمون و حقوق خودمون که در قانون اساسی پیش بینی شده و قانون اساسی دموکراتیکی است، یک سیستم سیاسی با وجود بیاریم که به طور حداکثری بتونیم اعمال کنیم. اینا چیزهاییست که نسل جوان ما به تدریج قدرش رو میدونه. رابطه نان و آزادی رو داره درک میکنه. میفهمد که رفاه بدون آزادی معنی نداره. میفهمه که این سرابهایی که کمونیسم و ناسیونالیسم های اولترای دست راستی میدادن هیچ کدام قابل تحقق نیست. ما باید انسانهای نرمالی باشیم که از ما همسایگانمون احساس آزادی و احساس راحتی بکنن، احساس امنیت کنن. ما باید سرمایه اونها رو بیاریم و در اونها سرمایه گذاری بکنیم. همه اینا چیزهاییست که بخشی از نسل جوان آموخته و بخشهای دیگر هم خواهد آموخت. این چیزیست که در دوره ما نبود. ما فداکاری بسیاری میکردیم برای پوچستانی که خودمون نمیدونستیم چیست. زندگی من را می دادیم برای هیچستانی که برای خودمون واضح نبود. و نسل جدید خوشبختانه حاضر نیست زندگی خودش رو به رایگان برای هیچ و پوچ به خطر بندازه. این تفاوت اصلی ما با این نسل و این دستاورد گرانقدر بسته نزد. خیلی متشکرم. آقای دکتر خانم زیبا راست من خانم حسینی نوید حسینی خیلی خوب جانم پیشنهاد کنم اگر دوت کنی سه نفر صحبت کنم بعد آقای شهید مداری جواب بدن چون وقت خیلی کم میشه، تعداد زیاد خواهد بود که بسیارن حرف بزنن. بسیار خوب، من موافقم. بسیار باش. بسیار خانم حسینی خواهش من بفرمایید. خانم ناید حسینی صدای من رو میشنوید؟ ما صدای شما رو نمیشنوید. خیلی ظاهرم نیستم. آقای علوی بفهمید شما خواهش میکنم. بله، درود بر شما و درود بر همه حاضران در جلسه. سپاس از آقای شریعت مداری. من نظرم این هست که فروپاشی قدرت توتالیتر در ایران یک حراس القا شده به جامعه است که میگن منجر به فروپاشی اجتماعی در ایران خواهد شد. چنین چیزی اصلا واقعیت نمیتونه داشته باشه به دلیل اینکه اون ساختارهای اداری و اجتماعی لازم که بتونه یک دولت مدرن و دموکراتیک رو در ایران برپا بداره در ایران وجود داره. شاید در مقطع انقلاب سال 57 خلای قدرت بزرگترین خطری بود که میتونست به ناگهان موجب فروپاشی اجتماعی بشه، ولی در اون زمان هم اتفاق نیفتاد چون توان علمی و مدیریتی و تجربه دولت مدرن در ایران همچنان باقی هست و من فکر میکنم که در صورت در حقیقت فروپاشی قدرت توتالیتر در ایران بخشی از این توان مدیریتی و دیوانی که در ساختار بوروکراسی فعلی حتی ایران هست هم میپیونده به تحول بنیادین و ساختاری در ایران.
اون چه که الان برای ایران بسیار حیاتی هست شکل‌گیری و تقویت پروژه‌های اعتراض ملی هست و این زمینه‌ها سوی سال‌های اخیر بسیار فراهم شده. ما با انواع اعتراضات از جمله اعتراض به گرانی، بیکاری، فساد، سرکوب و محدودیت‌های سبک زندگی مواجه بودیم که به تدریج درسته که به طور پراکنده و در جای جای ایران صورت گرفته ولی زمینه‌های اعتراض ملی رو بسیار تقویت کرده و اکنون در آستانه یک پروژه اعتراض ملی بزرگ، یعنی عدم شرکت در حقیقت انتخاباتی که هیچ انتخابی نیست بلکه انتصاب هست، قرار داریم و باید بکوشیم که این پروژه اعتراض ملی هرچه بهتر برگزار بشه. نکته خیلی مهم دیگه‌ای که به نظر من لازم است توجه بکنیم عدم اتحاد اپوزیسیون هست که میتونه مهمترین نقطه ضعف باشه برای تحولات بنیادی در ایران. از نظر جامعه ایران نگرانی بسیار کمتر هست چون جامعه هم از نظر آمادگی شرکت در زندگی سیاسی، هم از لحاظ آگاهی و هم از نظر هدفمند بودن بسیار سازمان یافته تر از قبل هستند. ولی اپوزیسیون ایران با اینکه همه خواهان اتحاد هستند ولی الگویی برای این اتحاد هنوز ارائه نکردن. من خواهشم از آقای شریعت مداری و گردانندگان این بحث این هست که یکی از جلسات رو قبل از انتخابات پیش رو اختصاص بدیم به عدم اتحاد اپوزیسیون و امکاناتی که لازم هست برای شکل‌گیری چنین اتحادی. نمیدونم این در نظر گرفته شده یا نه. بسیار ممنونم. خیلی آقای بازیگر ببخشید من هستم ولی نمیتونستم تلفن برای که وقت دور در واقع از دست ندیم ما رفتیم سراغ دوست بعدی تا شما مشکل حل بشه صحبت کنید. بفرمایید. من الان صحبت کنم یا اینکه آقای قرار شد که برای اینکه سرعت بالا به دوستان خیلی زیادی روی استیج هستن، دوستان فریده از اساتید ما همه هستن، برای همین کمی سرعت رو ببریم بالا که همه صحبت کنن. بفرمایید. مرسی. من ابتدا سلام عرض میکنم حضور آقای شریعت مداری و با تشکر از شما آقای بازیگر گرامی و همینطور دوستان عزیزی که در اتاق هستن. بیشتر صحبت های منو آقای علوی کردن ولی سعی میکنم خلاصه صحبت بکنم و سوالان رو بپرسم. آقای شریعت مداری گرامی، میدونید که شورای نگهبان بیانیه داد بعد از اون در رابطه با اون صحبت های آقای خامنه‌ای که اصلاح طلبان فکر کرده بودن ممکنه دوباره لاریجانی رو برگردونن و تایید صلاحیت بشه ولی دیدیم که اینجوری نبود و هیچ تغییری وجود نیومده و فقط به نظر میرسید که آقای خامنه‌ای میخواد بگه که در اون تصمیم گیری ها شرکت به اصطلاح نقش آنچنانی نداشته. خب از طرف دیگه با ما مواجه هستیم با یک جنبش وسیع تحریم انتخابات که آقای علوی هم اشاره کردن تو صحبت هاشون. خب حالا ما فرض میکنیم آقای رئیسی میاد، سرکوب و نمیدونم دستگیری زیاد میشه و به قول علی خامنه‌ای مرحله دوم انقلابش هم شروع میشه، فضای مجازی محدود میشه. اما ما همه میدونیم تنها راهی که وجود داره این هستش که ساختار سیاسی در ایران تغییر پیدا بکنه. از طرف دیگه باز مواجه هستیم با اپوزیسیون چند پارچه. به طور مثال فردا و پس فردا یک کنفرانسی از طرف سه جریان قابل توجه در جریان هست در دو روز و ما میبینیم که شورای مدیریت گذار در اونجا حضور نداره. آیا این حکایت نمی کنه از چند پارچگی در اپوزیسیونی که دوستان دیگه هم بهش اشاره کردن؟ و نکته دیگه قابل توجه این که در ابتدا صحبت شد برای اینکه اگر بخواد در ایران یک فروپاشی صورت بگیره و منجر به تجزیه نشه آیا نباید فکر کرد به این که واقعا اتحادیه‌های ایرانی حق و حقوقی دارن، تضمینی میخوان، باید به اون مسائل توجه بشه تا اونها بتونن در کنار بقیه نیروهایی که به عنوان اپوزیسیون دارن فعالیت میکنن با
اونا هم قرار بگیرن. اول ما شاهد یک دو پارچگی هستیم و این علامت خوبی نیست. از طرف دیگه میبینیم جامعه بین الملل هنوز آمادگی اینو نداره که از جمهوری اسلامی دست بکشه. هنوز هم دارن پشتیبانی میکنن و در داخل هم جنبش ها خودشون با هم پیوند ندارن. من البته نمیخوام به این شکل نامیدانه اینقدر نامیدانه صحبت بکنم، ولی به خوشبینی آقای صدرا هم نیستم که ایران به اصطلاح عامل پیام رنسانس در منطقه باشه، چون اگر چنین بود 40 سال ما نمیرفتیم زیر یوغ آخوندهایی که هیچی نمیدونستن و اومدن در این کشور حکومت کردن. باید پیدا بکنیم دلایل این چی بوده. حالا سوال من این هستش آقای شریعت مداری، با توجه به این مجموعه مسائلی که گفته شد، آیا واقعا شما فکر میکنید اگر احیانا مسئله در ایران وجود بیاد، همین اپوزیسیون و حتی با جنبش هایی که در داخل وجود داره توانایی مدیریت این پروسه رو خواهند داشت یا نه؟ بسیار سپاسگزارم. آقای مهندس، میخواید الان جواب بدید یا صحبت های آقای عباس‌زاده هم بشنویم بعد به سه نفر؟ میخواید آقای عباس‌زاده هم فرمایشاتشون رو بگن؟ بسیار. آقای عباس‌زاده تمنا میکنم بفرمایید. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضور محترم گرانمایگان و ممنونم از آقای برجسته که دعوت کردید. خسته نباشید میگم به آقای شریعت مداری و دیگر دوستان. نکته رو که حالا من بحث انتخابات اخیر کردم پیش اومد، اصلا چون بحث ما نیست نمیخوام به اون اشاره داشته باشم، برمیگردم به همین عنوان شما و مین پوینت کلامی که تا کنون ارائه شد. به طور مشخص به عنوان یکی از دغدغه‌داران حوزه ایران این نکته بعضا نه فقط خودم بگم، از خیلی از نواحی هم میشنم. فکر نمی کنید مقوله از این که بایستی به مطالبات به شکلی همه جانبه در ایران نگاه کرده بشه در حوزه گذار امری پذیرفتنی هستش؟ من گمان می کنم به نحوی از آنها اهتمام به بخشی از مطالبات یا به تعبیری بخشی شدن مطالبات در این عرصه خیلی برداشته شده و اون گفتمان هژمون، گفتمان اهتمام به مقوله اتنیک ها هستش. این میتونه یک نوع گفتمان گسست رو ایجاد بکنه در میان دیگر باشندگان ایران. علاوه اون که شدن شما بگید که خب شما که در این گوری میگید، بعد دیگری از همیهنان و کنشگرانی که متعلق به جغرافی های سایر مناطق هستن، اونها هستن میگن نه داریم بسن از منظر اونها داره کمنگاری میشه با اونها. من این نکته رو میخوام بگم، این هژمون شدن گفتمان اتنیکی به نحوی از آنها نه تنها تحقق داره اون ضرورت همافزایی که الان لازم شده نمیشه، در حالی که برای نوعی گفتمان گسست رو دامن میزنه و من این رو به مثابه یک نگرانی در پیکره از جامعه ایران میبینم که از قضا هم حکومت سوء استفاده میکنه، هم اون مقوله به هنگام خلأ سوریه ای شدن یا نشانه های فروپاشی بخواد پدیدار بشه، ایران در خلأ قدرت میتونه سوریه‌ای بشه یا فروپاشی های اجتماعی دامنگیر مدت ایران بشه. این خودش البته برآمده از دو انگاره امنیتی هستش که خب اونها خیلی یعنی نهادهای استفاده به طور مشخص خیلی دامن میزنن که چنان که امنیت پادگانی ما نباشه ایران تجزیه میشه، ایران سوریه‌ای میشه. اما یک بخشش رو برخی از خود کنشگران اتنیکی به دام این انگاره امنیتی میفتن. من احساس میکنم این هژمون گفتمانی حول اتنیک ها در مدیریت شورای گذار هم بعضا نمود پیدا میکنه. این رو دوست داشتم نظر آقای دکتر رو بدونم. سپاس گذارم. آقای مهندس شهید نادری بفرمایید. میکروفونتون بسته است، ببخشید. من از آخری شروع میکنم که بیشتر یادمه، بعد یکی یکی جلو میرم. ببینید آقای موسا قزنفرآبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب ایران امروز گفته اگر مردم جمهوری اسلامی رو نخواهند و انقلاب رو یاری نکنند، هشت شعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد، به نقل از سایت مهر. ببینید اینها هستند که قانون اساسی رو که ملت ما ندانسته بهش رأی مثبت داد، وقتی تنظیم کردن خب 50% به این قانون اساسی متاسفانه رأی دادن. اینها رهبر امت در اون نوشته بودن، ما اصلا با ملت کاری نداشتن.
الان هم میگه اون امت رو خواهد آورد که پدر مردم ایران رو در بیاره. یعنی سوریه ای رو اینها میکنه، سوریه هم اینا سوریه کرده. ما جای علت و معلول رو عوض نکنیم، اینا تهدید میکنن. اینا وقتی میگن ایران سوریه ای میشه، فقط نمیگن ما امنیت پادگانی رو برداریم سوریه میشه، میگن ما سوریه خواهیم کرد. ما با چنین نیروی طرف. اما در مورد اتنیک ایران، ببینید دوست گرامی، افراط و تفریط از هر دو سو بوده. ما هنوز در ایران کسانی داریم که وقتی حقوق اتنیک رو میگی بدنشون کهیر میزنه و نمیتونن بپذیرن که هموطنانی دارن که علاوه بر هویت ایرانی هویت دیگری هم دارند و میخواهن شانس برابر در اداره مملکت داشته باشن، شانس برابر در تعیین مقدرات خودشون داشته باشن، شانس برابر داشته باشن و فرصت برابر برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار. آیا شما هیچ موقع از خودتون این سوال رو کردید که اون چیزی که میگید باعث جدایی شده؟ آیا این جدایی رو ماهایی که نفت رو از خوزستان آوردیم، دودش رو عرب اونجا خورده و به زبان خودش نماز خوندیم اما نگذاشتیم بنویسه و بگه، آیا ما نکردیم؟ آیا واقعا در قرن 21 میشه گفت که به زبان مادری نمیشه صحبت کرد، نمیشه آموزش دید؟ آیا این قابل قبوله؟ خب ما هم باید خودمون رو عوض کنیم. این گفتمان دوره ابتدای مشروطیت که شاید لازم بود تا دوره ملت سازی رو پس از خواجه درست کنه، در همه اروپا دورش گذشته باعث دو جنگ جهانی شده. این ناسیونالیست ما گرامافونمون گیر کرده اونجایی که عده‌ای سالهاست ازش گذشتن. امروز هابرماس از پاتریوتیسم قانون اساسی میگه، میگه آن کسی متعلق به یک ملته که به قانون اساسی دموکراتیک اون ملت افتخار کنه و به اون بپیونده، نه خونش با اونا یکیه نه نژادش. الان من در آلمان پاسپورت آلمانی هم دارم، هیچ آلمانی از من نمیپرسه که تویی که در تبریز به دنیا اومدی، در قم بزرگ شدی، این پاسپورت آلمانی تو جیبت ها چه کار میکنه؟ ما باید خودمون رو هم اصلاح کنیم دوست گرامی. مسئله فقط مسئله سیاسی نیست، ما پولیتیکال انیمال که نیستیم، ما انسانی. حالا شما مجسم کنید یک زن علیل کرد بهایی با چند نوع تبعیض در ایران مواجه. آیا این شایسته ماست که جامعه‌ای بسازیم که این همه تبعیض درش باشه نسبت به یک هموطنمون؟ خب ما باید خودمون رو اصلاح بکنیم. مسئله اینه که باید راهی پیدا بکنیم که همه در اون احساس کنند که ایران وطنشونه و باید در این وطن زندگی کنند. این بدون اینکه گفتمانهای سنتی خودمون رو تغییر بدیم، بدون اینکه تغییراتی که در اروپا بعد از جنگ دوم جهانی شد و اون نوع ناسیونالیسم کور تبدیل شد به یک لیبرالیسم تولرانت، به یک لیبرالیسم پلورالیستی، در ما باید به وجود ما چاره‌ای جز این داره. مسئله بعدی مسئله خانوم حسینی بود. ببینید خانوم حسینی، ما در مرحله جنگ با یک نظام به غایت مخوف است. خودمون هم اپوزیسیونمون از کره ماه نیومده، جزئی از همون جامعه است که همه این اشکالاتو داره و همه چیزایی هم که شما میگید درسته. منتها نیمه مثبت لیوان رو هم نگاه کنید. ملتی هستیم که از مشروطه تا کنون یادمون نرفته که دموکراسی میخواید. اگر یه موقعی هم یادمون رفت، بلافاصله بعد از مرگ خمینی دوباره یادمون اومد که باید این رو پیگیرانه دنبالش رو بگیرید. این رو که ما رو در حقیقت یک نوعی خمینی از باورهای مذهبیمون استفاده کرد به مسیری بود که نباید می بود، به زودی ملت آگاه شد و حساب خود رو یواش یواش با تجربه های گوناگون و بسیار جالب به محک زد.
اول سرکت اینا رو عوض کنه، اول سرکت اونی رو انتخاب کنه که فکر میکرد رهبر نظام باش مخالفتره، سرکت در چارچوب قوانین جاری ایران رو عوض کنه، وقتی نشد حساب خودش ازش جدا کرد. خب ما چنین ملتی هم هستیم، قدر این ملت رو هم باید بدونیم. ما به هر صورت چاره ای نداریم، یا این ملت رو دست به دست هم میدیم و براش دموکراسی رو فراهم میکنیم به کمک ملت، یا اینکه ما دچار یک اضمحلال تمدنی هم خواهیم شد. فقط این نظام مضمحل نمیشه، تمدن ما که در دنیا سهم بزرگی در تمدن بشریت داشته هم به انضمام کردهای ما، ترکهای ما، عربهای ما، بلوچهای ما، ترکمنهای ما، همه اینها با هم راه اضمحلال رو خواهند رفت. ما باید دست به دست هم بدیم و علیرغم همه موانعی که میگید نیمه پر لیوان رو ببینیم و حرکت کنیم. کسی که روی یک تیغه باریک میره اگه این بر اون ورش رو نگاه کنه سقوط میکنه، باید جلوش رو نگاه کنه و با انرژی حرکت کنه. ما به این انرژی احتیاج داریم. مسئله آقای علوی اتحاد و اپوزیسیون، ببینید اتحاد انبارش آزمایش شده و هیچ کدوم موفق نبوده. هیچ دلیلی نیست چیزی که در 40 سال گذشته نشده در 40 سال آینده بشه. تنها یک چیز امتحان نشده و اون همکاری پروژه است. ما باید سعی کنیم بین اپوزیسیون همکاری پروژه‌ای باشه و اپوزیسیون خودش رو از حالت نقزن و شاکی و افشاگر به اپوزیسیونی تبدیل کنه که ردای قدرت بتنده. این دو تا کاریه که ما باید بکنیم. پلورالیسم اپوزیسیون از خصوصیات جامعه در حال گذاره. ما قبیله نیستیم، اون اتحاد رو نه بر اساس برنامه تونستیم به وجود بیاریم. ایده ما در اتحاد جمهوری خواهان اتحاد بر اساس برنامه بود، نشد. اتحاد بر اساس هویت ایرانی هم هرگز نشد. اتحاد بر اساس شخصیت ها هم نمیشه، به خاطر اینکه ایران دچار گسل های متعدده و هر گسلی شخصیت های خودش رو داره. هیچ شخصیتی همه ایران رو نمایندگی نمیکنه. تنها ما میتوانیم همکاری به وجود بیاریم که بر اساس پروژه های مشترکه. اگر میل داشته باشید و دوستان هم بخواهند، این رو به عنوان یک تم گفتگو میتونیم بعد از انتخابات قرار بدیم، چون قبل از انتخابات بیشتر باید خودمون رو مشغول به مباحثی بکنیم که یک سرش این نظام. خیلی من خیلی متشکرم آقای شهید مدری. واقعا مخصوصا قسمت اول صحبتاتون با مثال هایی که زدیدم رو زبان مادری فوق العاده شیوا و برای من فوق العاده ارزشمند بود. خیلی متشکرم. من واقعا باید از دوستان بزرگواری مثل دکتر هودشیان، دکتر وحدت و دکتر نادر، خیلی دوستان واقعا که لطف کردن برای استیج من، خانم امیری، همه دوستان واقعا ببخشید من اسم میبرم تک تک وقت نگیرم، معذرت بخوام که خیلی منتظر میشن تا نوبتشون بشه، ولی خب ما به ترتیب داریم میایم جلو و خیلی خیلی ممنون هستم که لطف کردید و در این اتاق و در این بحث مشارکت میکنید. خانم شاپرک خانم بفرمایید، نوبت شماست. خانم شجری زاده هستی توی اتاق؟ خب ظاهرا الان نیست. خانم امیری شما تشریف دارید توی اتاق؟ بله من هستم، سلام میکنم. خیلی تبعیضتون خیلی مثبت شد، من اون پایین پایینا بودم ولی خب یک درمیون گفتم یک خانم یک آقا، اینطوری تبعیضم. بله من سلام میکنم به همه دوستان و البته بیشتر ترجیح میدم گوش کنم، ولی فقط یک نکاتی به نظرم میرسه به عنوان کسی که دوران انقلاب رو دیده و حوادث رو دنبال کرده، فکر کنم که اشاره بهش بی‌ضرر نباشه و شاید جوابی هم براش وجود داشته باشه. اخیرا یه مطلب خوندم از آقای محمد قائد، همین الان هم دارن درباره همون مطلب صحبت میکنن، تحت عنوان ظهور سعود و میراث خمینی. به همه دوستان پیشنهاد میکنم اینو بخونن، چون دیدگاه بسیار چند جانبه همه جانبی رو در مورد فرهنگ ما ایرانی ها میده و اینکه چی شد که خمینی اون چهره کاریزماتیکی شد که اومد و ملت دور خودش جمع کرد. در همین ارتباط دوست دارم به نکاتی اشاره کنم که در واقع
یک بخشش داخلیه یک بخشش خارجیه. من آقای خمینی رو وقتی نفلوشاتو میدیدم به نظرم در واقع ماجرا تمام شده بود، یعنی غرب تصمیمش رو برای بردن شاه و آوردن خمینی گرفته بود و شما به شکلهای مختلف هم میتونستید اینو مشاهده کنید، از امریکایی‌هایی که پشت درش صف میکشیدن تا بقیه برای دیدار و همینطور از دخشی که لابی خمینی بازی میکرد. خب از داخل ایران کسانی اومدن با دیدگاه های متفاوت، جبهه ملی، نهضت آزادی، چپ، همه. شما بهتر از من میدونید که همه با یک برنامه حزبی بیشتر هم مبتنی بر جمهوریت اومدن و همه آخر سر در واقع در برابر خمینی یک جوری کوتاه اومدن. به طور دقیق اصلا میشه گفت که خمینی همه اونها رو بلعید و اینطوری شد که خمینی خمینی شد. دیوهای هم در داخل داشتن، زمینه های خارجی هم فراهم شده بود و این حکومت اومد سر کار. حالا نکته که اتفاق افتاد اینه که نظام اسلامی، جمهوری اسلامی که به نظر من بدون توافق غرب شاید روی سر روی کار نمی آمد و به این دلیل هم اونا انتخابش کردن که در داخل پایگاه گسترده‌ای داشت، حالا خود اون پایگاه قابل بحثه، ولی بسیار باهوش عمل کردش. یعنی در طول مدت اگر که خوب دقت بکنید ببینید که اولا که نظام اسلامی اپوزیسیون خودش هم خودش تولید کرده، یعنی شما در همین شرایط هم که میاید باز هر لحظه یک چهره‌ای براتون رو میکنن که دو تا ویژگی دارن اگر که دقت کنیم، اولا رنگ دینی دارن، ثانیا ضد آمریکایی هستن، حتی اگر که از حقوق بشر و همه اینا مرد میزنن ولی به هر حال ضد امریکایی هم در داخل هم گروه هایی که وجود آمدن و بقیه همه سویه های حتی چپ افراطی دارن. حالا در واقع سوال من اینه که با توجه به این تصویری که به نظرم تصویر منش و شما نپذیرید و قبول نداشته باشید، شما این اپوزیسیون رو در کجا میبینید؟ اپوزیسیونی که همونطور که دوستان گفتن اولا بین خودش اتحاد عمل نداره، ثانیا چهره نداره، برای اینکه به هر حال این خاصیت ما فرهنگی ماست که ما دنبال چهره هستیم، ما آرش میخواییم، چهره نداره و به شکلهای مختلف میشه گفت که توان مالی هم نداره. یعنی اپوزیسیونی که در دوران شاه درست شد این طرف، یعنی نیروهای مذهبی و اینا، سرمایه سنگی داشتن که اون سرمایه امروز خرج تقویت ببخشید زیاد میشه الان تمام میکنم دارن خرج تقویت لابی های جمهوری اسلامی که فقط هم نایاک نیست، به شکلهای گسترده در قالب چپ و فلان همه داریم میبینیم، پول سنگینی هم دارن برای این کار. حالا سوال در واقع بعد اول قبلش گفتم، یک، شما که هنوز اتحاد ندارید، شما که پول کافی ندارید و شما که ارتباطات لازم رو در سطح جهانی به دلایل مختلف که همه میدونیم قرب بیایی در واقع نداریم، فکر کنید که این اتفاق رو چطوری میشه برای ایران شکل داد و یک اپوزیسیونی گذاشت جلوی ملت ایران که مرتب نکسد که آلترناتیو به شما چیه؟ ببخشید پر حرفی کردم. نه خواهش میکنم، خیلی ممنونم آقای دکتر فرزین وحدت، خیلی خیلی خوش آمدید مجددا، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خیلی ممنون آقای برزگر، سلام خدمت شما و آقای شهیدمداری و دیگر دوستان. من یک دغدغه در واقع دارم، مثلا با شما مطرح بکنم. ببینید از یک طرف یه تعداد زیادی از مردم ایران این حس عاملیت و فاعلیت رو کسب کردن و این حس این که حقوق دارای حقوق شهروندی هستن و اون رو مطالبه میکنن رو کسب کردن و میخوان از جمهوری اسلامی گذار بکنن، عبور بکنن. ولی از یه طرف دیگه ما یه طبقه سیاسی داریم، یه اونایی که یه یکی دو میلیون نفری که قدرت و پول و اسلحه و تشکلات دستشونه که اینا هم اشتهای قدرت زیاد دارن، اینا نسبتا جوان هستن برای اینکه
خیلی هاشون در نوجوانی انقلاب کردن، وارد انقلاب و جنگ 8 ساله شدن و قدرت رو به دست آوردن و از همه چیز، از هیچ به همه، به همه چیز رسیدن. این از شأن بسیار پایین، شونات بسیار پایین طبقاتی به مقام های خیلی بالا رسیدن و اینا قدرت رو به سادگی از دست نمیدن. این دوتا نیرو در مقابل هم دیگه قرار گرفتن و یک نوع رویاروی بسیار مشکلی مثل این که در شاید در پیش باشه. شما راه حلی برای این موضوع دارین؟ این کسانی که با این طبقه سیاسی ایران کسانی که قدرت در دست دارن که در کشته شدن و کشتن و در معرض کشته شدن از هیچ به همه جا رسیدن و میخوان قدرت رو به هر نحوی حفظ بکنن و از اون طرف بسیار از مردم ایران که میخوان از این حکومت عبور بکنن. این دغدغه‌ای برای من. نمیدونم حالا شما چی فکر میکنید. بسیار من خیلی متشکرم آقای دکتر. خانم شجاع‌زاده تشریف آوردید هستید؟ شاپرک هستید؟ درود به شما. بله بله هستم آقای بردگر، از دارم گوش میدم صحبت های جناب شریعت مداری و دوستان رو. من اگه اشکالی نداره، سوالی نداشتم، دارم گوش میدم و زمان اومدم. میخواستم اگه شما اجازه بدین کوتاه در مورد شورای مدیریت گذار و فعالیتش در کلاب هاوس یه توضیح کوتاه فقط بدم، اگه اجازه میدین. بفرمایید، کوتاه اگر لطفاً. بله، نه فقط در حد یه جمله. شورای مدیریت گذار الان 3 تا کلاب در کلاب هاوس داره. کلاب خود شورا هستش، کارگروه زنان و کارگروه جوانان، که کارگروه زنان و جوانان به طور فعال شروع کردن، هفته یک بار روم دارن و کارگروه جوانان تا امروز از اعضای شورای مدیریت گذار و یا همکاران شورا دعوت کردن که بیان و پاسخ سوال دوستان رو بدن. ما خوشحال میشیم اگر که همه بتونن تو بحثای ما شرکت کنن و به ما در این راه کمک کنن. همین خود کلاب شورا هم به زودی با حضور آقای شریعت مداری و بقیه اعضای شورا کارش رو شروع میکنه. ممنون آقای برزگر که به من فرصت دادی من یه تبلیغ کوچولو هم بکنم. خواهش میکنم، فقط آدرس هم بگید که من صورت حساب آگهی رو بفرستم براتون. بکنی به آقای شهدهی. بله بسیار خوب، عرض کنم خدمتون که خانوم آبر، اگر اشتباه تلفظ نکرده باشم اسمتون رو، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که توی این روم هستن. ممنونم از شما جناب بردگر که به من مایک دادین. صدای من رو داریم دیگه؟ چون من نت هم خیلی ضعیفه. خواهش میکنم بفرمایید. جناب شریعت مداری عزیز، من از طرف کمپین مطالبه گری از اپوزیسیون، از طرف بچه هایی که توی تویتر این کمپین رو حدود 2 ماه راه انداختن دارم صحبت میکنم. بچه هایی که این کمپین رو راه انداختن بچه هایی هستن که به همت خودشون، چه در داخل چه در خارج، تلاششون مبنی بر اینه که اپوزیسیون جمهوری اسلامی 40 و چند سال راهی که رفته، اگر به نتیجه نرسیده تا کنون، پس راه هموار خوبی نبوده. بنابراین یا باید مسیر عوض شه یا باید با ما به صورت جدی صحبت شه که ما بدونیم که واقعا تکلیفمون چیه. من از طرف این بچه ها صحبت میکنم، خودم داخل ایرانم، به خاطر مسائل امنیتی نمیتونم با اسم خودم فعالیت کنم. هممون داریم تلاش میکنیم تا اپوزیسیون ما به یک ائتلاف برسه. واقعیت اینه که ما اتحاد نمیخوایم از شما، چون میدونیم که اتحاد به خاطر مشکلاتی که هست بین افراد میسر نیست و ما ائتلاف میخوایم. بر سر آزادی ایران ائتلاف کنید، سر یک میز بشینید، برنامه مدون بدید، نذارید آبان دیگه تکرار شه، نذارید گلهای ایران دوباره پرپر شن و به شکل خبرنگار ورود کنن همگی و بخوان فقط مثل سازمان حقوق بشر ابراز نگرانی و ناراحتی بکنن و همون کاری که ماها شاید توی توییتر داریم انجام میدیم، اطلاع رسانی میکنیم توی اینستا بین مردم تو جامعه.
این نباشه. ما انتظار داریم که اپوزیسیون خیلی قوی تر کار کنه، انفعال نداشته باشه، منفعل نباشه و تمام تلاشش رو بکنه و فقط به بیانیه و چند تا توییت و چند تا پست در واقع ختم نشه این داستان. باید مردم بشناسن این ائتلاف رو. مردم ما قشر عظیمیشون همچنان قشر خاکستری هم، همچنان میگن سیاسی نیستیم.